اجازه بدهید خانم مهرانگیز کار رو از قلم خودشون معرفی کنم. مدت 22 سال از انقلاب 57 در جمهوری اسلامی ایران دفاع از موکلین خود را در دادگاه ها به عهده داشته و بیشتر پرونده ها دفاع رایگان از زنانی را که در خطر خشونت های قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی بوده اند میپذیرفتند. البته حاصل تجربه های دوران وکالت خود را در بیش از 100 مقاله و 20 کتاب درون و خارج از کشور انتشار داده ام. در این نوشته و مصاحبه ها بر ضرورت تجدید نظر در قوانین، رفع تبعیض، خشونت زدایی از قوانین و نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر در حوزه قانونگذاری، همچنین بر قانونمندی، ضرورت بردباری حکومت در برابر اعتراض مدنی، آزادی بیان، محاکمات منصفانه، احترام به کرامت انسانی شهروندان با هر نوع بینش سیاسی و دینی که داشتند تأکید کرده و در مجموع خشونت زدایی از رفتار حکومت و تأکید بر حقوق شهروندی و پذیرش تکثرگرایی جامعه الهام بخش من در فعالیت‌های مطبوعاتی، انتشاراتی و وکالتی بوده است. در دوران پرخطر و خشونتبار موسوم به قطع‌های زنجیره‌ای با عضویت هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران انتخاب شده و گزارش قفلت قوه قضاییه در پیگیری قطع‌ها در مطبوعات وقت بوده، نیروهای امنیتی همواره فرصتی را انتظار می‌کشیدند که من را از عرصه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز که در برگیرنده انتقاد از رژیم تبعیض بود حذف کنند. سرانجام موفق شدند و 2 دهه هست که در آمریکا زندگی می‌کنم. خانم مهرانگیز کار، خیلی خیلی خوش آمدید به کانون. شما 50 دقیقه وقت دارید، اگر وقت بیشتری هم خواستید، هر چقدر وقت خواستید خانم مهرانگیز، هر چقدر در اختیار شماست. خوشحالیم که شما رو میبینیم. بفرمایید. خودتون هم میوت کنی خانم کار. بله. شما فقط پاسخ بدین به این ریکوستی که من فرستادم براتون. از تو ان میوت خودم سر. شما روی اون میکروفونی که کنارتون هست که بزنین، خط رو بر میداره. درست شد؟ صدا میاد؟ بسیار عالی. بفرمایید. خب خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. سلام میکنم و متشکرم از دعوتی که به عمل آوردید از من. موضوعی که انتخاب شده امروز برای اینکه اندکی پیرامونش حرف بزنیم این است که جامعه ما، جامعه ایران، جامعه چند صدایی است، یا به عبارتی پلورالیسم در این جامعه یک واقعیت تاریخی است و در حال حاضر هم برای ما ایجاد بحث‌های جدیدی رو کرده که شاید قبلا خیلی بهش اعتقاد نداشتیم، یا بهش اعتقاد هم اگر داشتیم واردش نمی‌شدیم، و همین که ما رو حساس کرده برای اینکه ببینیم که این جامعه چند صدایی چه به روزگارش آمد. البته حتما همه حاضران میدونند که این اصطلاح پلورالیسم یا چند صدایی یا تنوع گرایی یا تکثر گرایی اصطلاحی است و مفهومی است که از قرن 20 میلادی زیاد بهش پرداخته شده. یک علت رو در تأکید بر نظام دموکراسی میدونند،
ولی خب هستن کسانی که میگویند این میتونه چندان ارتباطی هم با دموکراسی نداشته باشه. در هر حال همونطوری که تاریخ ما، تاریخ تحولات اجتماعی ما، تاریخ تحولات سیاسی ما گزارش میده، همه اونچه که در دنیا نوپدید هست در کشورهایی مثل کشور ما دیر وارد میشه، یعنی همه با تأخیر وارد اون دورانهای باز و روشنی میشیم که قبلا در کشورهای غربی وارد شده و پیرامونش بسیار صحبت کردند، بسیار بحث کردند و رسیدند به نتایجی که از اون نتایج بعداً بهره‌مند شدن. اما خب ما از این قضایا همیشه تا حدود دور بودیم و با تأخیر دستاوردهای اونها رو میتونستیم بهش دسترسی پیدا کنیم. در حال حاضر وسائل ارتباط جمعی شکل تازه‌ای به خودش گرفته و نسل‌های جدید حتی مثل نسل‌های ما هم نیستند که محدوده‌ای به نام مطبوعات کاغذی داشتیم و این مطبوعات کاغذی البته زیر تسلط حکومت‌هایی که در ایران بود، حالا در مورد ما حکومت پهلوی هیچ وقت بدون سلطه سانسور نبود و آگاهی ما از اون چه در جهان میگذشت شاید بهتر بود تا از اون چه که در ایران میگذشت، ولی به هر حال روزنه‌های مطبوعاتی به ما کمک میکرد که دنیا رو تا اندازه‌ای بشناسیم. نسل من این بخت رو داشت که مثلا نسل جوانش در دورانی که جنگ ویتنام فرزند بفرمایید در دنیا جریان داشت یک جور همسویی و هم نظری پیدا بکنه با جوانان غربی. خب همونطور که میدونید دهه 60 که دهه تازه است در غرب که به عناوین مختلف ازش یاد میشه، مانند مثلا شورش جوانان یا هیپیگری، دوران آغاز هیپیگری یا امثال اون، این دوران خبرهای بسیار زیادی را مخابره میشد در مطبوعات جهان و در مطبوعات ایران که به ما این فرصت و امکان رو میداد تا با جوانهای غربی، جوانهای معترض به جنگ ویتنام، البته به زبان خودمون هم نوایی بکنیم در مطبوعات کشور و خب با ذهن جوان خودمون تصور بکنیم که این هم نوایی ما به گوش جهان میرسه، هرچند که زبان ما زبانی بود که در بحث که در محدوده خاصی کار میکنیم. اما امروز دیگه جوانها خیلی وقت و اقبال بیشتری دارن برای اینکه جهان رو ببینن و جهان رو بشناسن و فضای مجازی به اونها امکانات خیلی خوبی میده تا اینکه ببینن چقدر در این دنیا صدا هست و چقدر در این دنیا فکر و اندیشه هست و اگر بخواهند کشورشون رو، جامعهشون رو برسونند به اون سطحی از حالا بگیم دموکراسی یا سطحی از آزادی بیان یا سطحی از سازگاری که در جمعی از کشورهای مترقی دنیا شاهدش هستن، خب البته لازمه که خیلی راه درازی رو طی بکنن و من مطمئن هستم که جوانهای امروزی شاید به اندازه ما جوانهای خیلی خیلی دیروزی شتاب هم نداشته باشند، چون تجربه های بد ما رو پیش رو دارند، ما پشت سر داریم و اینک جوانهای ایرانی کاملا متوجه هستند که برای کشورهای نظیر کشور ما آسون به دست نمیاد. اون چه که کشورهای خاصی در دنیا به دست آوردند و البته تاریخ هم که با
پشت سر اونهاست، تاریخی است پر از زحمت و رنج و بردباری و نمیتونیم بگیم که اونها هم یک شبه به همه چیز رسیدن. ولی خب به هر حال ما در همه چیز تأخیر داریم، در این موضوعی هم که امروز میخواییم دربارش حرف بزنیم برای شناختش خب تأخیر داریم. پلورالیسم یا تنوع‌گرایی یا چند صدایی همونطوری که گفتم یک مفهومی است که از قرن بیستم زیاد بهش پرداخته شده و از چندین زاویه میشه بهش نگاه کرد. البته ما باید در این جلسه نگاهمون رو متمرکز کنیم روی یک زاویه. از نگاه فلسفی بهش میشه نگاه کرد که بحث‌های وسیعی رو در بر میگیره و وارد معرفت شناسی میشه، وارد هستی شناسی میشه و حوزه و افق بسیار بسیار وسیعی داره که هم از تخصص من خارجه و هم اینکه موضوع امروز ما نیست. ابعاد سیاسی داره، از زاویه سیاسی بهش نگاه میشه کرد که باز هم عبارت از این است که صداها بتونن خودشون رو در یک جامعه ای حتما و حتما انعکاس بدن. یعنی فرض بفرمایید که جامعه مدنی قدرتمندی باشه، در این جامعه مدنی هسته های مدنی بتونه براحتی تشکیل بشه بدون اینکه از موانعی که در حال حاضر در نظام سیاسی ایران بر سر راه است، نظام گزینش اونقدر که در ایران هست اساسا اجازه نمیده به اینکه جامعه مدنی با حلقه های زنجیره نیرومند و هسته های تشکیلاتی، سازمان ها، تشکیلات مدنی و سیاسی مستقل، احزاب مستقل، اینها بتونن یک جامعه رو به وجود بیارن که در این جامعه هر صدایی جایی داشته باشه برای اینکه خودش رو تعریف بکنه. ما نداریم این امکانات رو و نه فقط نداریم و بلکه زیر سرکوبیم برای اینکه غیر از یک صدا رو نخواهیم که انعکاس بدیم در نشریات کشورمون، در تریبون‌های غیر از مطبوعاتی، تریبون‌های دیگر رسانه‌ای، در رادیو تلویزیون. پس بنابراین ما داریم گرفتار یک ظلم دوگانه هستیم. یک این است که ما رو ممنوع کردن از اینکه اساساً چند صدایی رو مطالبه بکنیم، تکثرگرایی رو در جامعه مدنی و سیاسی خود مطالبه بکنیم. از طرف دیگه اساساً زیر فشار و سرکوب هستیم که مبادا به فکرمون برسه که بخواهیم صداهای متفاوت از صدای حکومت رو، از صدای نظام ولی فقیه رو، از اون ارزش‌هایی رو که این نظام در برابر گذاشته و میگه یا این و یا هیچ، ما بتونیم که بر این غلبه بکنیم. خب در یک چنین شرایطی بالاخره به اینجا هم رسیدیم که از این حکومت ما هیچ نمیتونیم انتظاری داشته باشیم. این تجربه رو ملت ایران آسون به دست نیاورده. یعنی در این 43 سال باید بگم که بسیار تجربه آموخته، اما در ضمن بسیار هم این جامعه کار کرده. یعنی ابتداءً که به هر حال گروه ها و دستجاتی که اینها هم نمایندگی از مردم کشور داشتند، اینها مقابله کردند با اون تک صدایی که منجر به یک حکومت استبداد دینی داشت میشد و به طوری که میدونیم و داریم نزدیک میشیم به سالگردش، هزاران نفر در این راه کشته شدن. بنابراین نمیتونیم بگیم که ایرانیان خیلی آسون و راحت پذیرای تک صدایی شدن در کشور.
خب این قربانیان رو در دهه اول انقلاب داریم که هر وقت بهشون نگاه میکنیم بالاخره به این نتیجه میرسیم که ایران و ایرانی خیلی خیلی قربانی داده برای اینکه نگذاره این حکومت با این شکلی که حالا به وجود اومده و ما در برابرش گرفتاریم، گرفتار پیدا کردن راه حل و بسیاری گرفتاری های دیگر هستیم به وجود بیاد. ولی خب توانسته در شرایطی که در شرایط منطقه‌ای خاص، در شرایط جهانی خاص توانسته که 43 سال خودش رو حفظ بکنه و ما وقتی نداشتیم تا کنه. اما جامعه ایرانی انواع نبردها و مبارزات رو با این حکومت تک‌صدایی کرده، غیر از اونچه که به کشتارهای وسیع نزدیک به جنایت علیه بشریت یا نسل کشی یا هر اونچه که کارشناسان بین المللی برش نامگذاری بکنن مرتکب شده این حکومت، ولی مردم هم از پا ننشستن و آمدن راه های گوناگون دیگری پیدا کردن که یکی از طرقی که پیدا کردن، شیوه هایی که پیدا کردن برای برخورد با این تک‌صدایی همون مبارزات مدنی بوده که هنوز هم که من الان دارم با شما حرف میزنم در ایران ادامه داره. گاهی وقتا خودش رو خیلی روشن و برهنه نشون میده، مثل تظاهرات اعتراضی گوناگونی که ما در این سالها شاهدش بودیم، از نزدیک در ایران یا از دور از خارج با نگاه به ایران، و در همه حال ایستادگی کرده و میکنه. در سالهای بعد از کشتار ما شورش های شهری رو داشتیم که باز این شورش های شهری و یک نوع اعتراضی بود به تک‌صدایی و اینها به هر حال مطالباتی داشتن و وقتی که یک جمعی مطالبه دارن معناش این است که اینها صدایی دارن که باید حکومت اون صدا رو بشنوه، ولی هرگز نشنیده. هرچه از اوائل انقلاب دورتر شدیم باز میبینیم که ایرانیان یک جوری سعی کردن راه‌هایی برای مبارزه و اعتراض پیدا بکنن که این ها جوابی بده، هرچند این جواب نسبی باشه. علتش هم این بوده که قدرت براندازی نداشتن در برابر این هیولا، نه اینکه میخوایم بگیم نخواستن براندازی کنن، نتوانستن براندازی کنن، چون خواستن همیشه توانستن نیست. شاهد بودن که چقدر این حکومت بیرحمه و میتونه هزاران نفر رو بکشه، میتونه براحتی به خانواده تلفن کنه و بگه بیای جنازه بچه‌تون رو، شوهرتون رو، زنتون رو، خواهرتون رو، برادرتون رو ببرین، بدون اینکه پاسخگو باشه میتونه تمام محاکمات رو غیر منصفانه برگزار بکنه و احکام اعدام بدون برخورداری از محاکمات منصفانه صادر بکنه و آدم بکشه. خب در این شرایط خیلی اتفاق افتاده که مردم احساس کردند که فعلا نمیتوانند به سرعت وارد بحث براندازی بشن، اما وارد بحث های دیگری شدن که از اون جمله بحث تناور کردن و نیرومند کردن جامعه مدنی بوده. زنان توانستن حق خواهی رو و برابر خواهی رو تبدیلش بکنن به یک جریان بسیار مهم و نیرومند. دانشجویان توانستن که برابر خواهی رو تبدیلش بکنن به یک جریان بسیار نیرومند. هرچه از این دوران
میایم به طرفی که الان درش قرار گرفتیم، میبینیم که تظاهرات و اعتراضهای صنفی وارد صحنه اعتراضها میشه که اینها صداهای متفاوتی هستند که از درون جامعه بیرون میان و باید حاکمیت اینها رو بشنوه که میبینیم که هنوز نشنیده و دیگه امیدی هم نداریم از این حکومت. ولی خب فقط خواستم بسیار خلاصه عرض کنم که ایرانیان هرگز ساکت ننشستن در این 43 سال، هرچند که همیشه هم اعتراضشون اعتراض از نوعی نبوده که اوائل انقلاب منجر شده به اون کشتار بیرحمانه، بسیار اعتراضهای مدنی آهسته و مسالمت آمیز رو ما در تاریخ 43 ساله خودمون داریم که این حکومت حتی اونها رو هم تحمل نکرده و وارد سرکوب شده. صداها رو به این صورت خفه کرده که با قانونگذاری مثلا گفته احزاب، درسته که در قانون اساسی نوشته که مستقل هستند و میتونن به استقلال تشکیل بشن یا آزادی هایی دارن، ولی بعدن در عمل مانع در برابرشون با قانونگذاری های دیگری قرار داده که این قانونگذاری ها یا مقررات، نمیشه گفت حتی قانونگذاری، اینها سد راه شدن برای اینکه بعضی از اون به اصطلاح اصول و قوانینی که یک کمی نزدیک بوده به اینکه همه مردم در سرنوشت کشورشون مداخله بکنن، اونها رو هم راهی برای اجرایی شدنش باقی نگذاشتن. یک اصل 168 در قانون اساسی وارد شده بود که میشه گفت که شاید نزدیک 40 سال اصلا این اصل رو بهش نگاه هم نکردن و بعد از 40 سال که قانون متهمین سیاسی رو از تصویب گذروندن، این هم قانون ابتری است که به هیچ وجه جواب نمیده و اجرایی نمیکنه اصل 168 رو. اصل 168 قانون اساسی میگوید که محاکمات متهمین مطبوعاتی و سیاسی باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام بشه و منصفانه باشه و غیر سری باشه، باز باشه، حتما باید وکیل وجود داشته باشه و حتما باید هیئت منصفه وجود داشته باشه که این هیئت منصفه طبیعتا در اونجا ننوشته، ولی ما میدونیم که هیئت منصفه باید یک ترکیبی باشه از افکار عمومی جامعه و نه اینکه ترکیبی باشه از کسانی که به حکومت مرتبط هستند. خب هیچ کدوم از اینا رو، حتی این قوانین رو که گفتم تا یه اندازه‌ای میتونست به ما کمک کنه، اینا رو هم فرصت اجرایی بهش ندادن و راه‌های اجرایی رو برش بستن. خب ولی من در اینجا دلم بیشتر میخواست که در باره پلورالیسم و چند صدایی از زاویه اجتماعی نگاه کنم. اینا رو مقدمتا گفتم برای اینکه اعلام کرده باشم ما دیگه از این حکومت انتظار و توقعی نداریم که درک بکنه که اون جامعه از دیرباز جامعه چند صدایی بوده و در جامعه‌ای که انقلاب میشه ظاهراً و عمیقاً مفهومش اینه که این جامعه خسته شده از اینکه فقط حکومت با یک صدا زندگیش رو مدیریت بکنه، در حالی که این انقلاب به نحوی خودش رو تعریف کرد، مخصوصا بعد از اینکه دیگه توانست یک رفراندوم خیلی عجیب و غریب برگزار بکنه، بعد از اون دیگه هر صدایی رو خفه کرد از هر نوع اندیشه سیاسی، هیچ فرقی نمی کرد که این اندیشه سیاسی یک اندیشه مارکسیستی باشه یا یک اندیشه ملی باشه یا
اندیشه برابرخواهانه و رفع تبعیض باشه. چون همواره انقلاب‌ها در دنیا موقعی اتفاق میفته که مردم به این نتیجه میرسن که اون حکومت پاسخگوی نیازهای اونها نیست، نمیتونه صدا و نیاز اونا رو بازتاب بده. این است که وارد جو انقلابی میشه، جامعه به تدریج رادیکاله میشه و به تدریج به این مرحله میرسه از تفکر خودش که نه، ما با این حکومت دیگه کاری نمیتونیم بکنیم و باید ساقطش کنیم و باید حکومت دیگری بیاریم. این فضای رادیکاله تبدیل میشه به انقلاب و خب حالا انقلاب میتونه بعدش یه مقدار زیادی ضایعات داشته باشه، اون هم درست، ولی معنیش این نیست که تا نزدیک 50 سال فقط بخواد بزنه و بکوبه و بکشه و زندان ببره و مردم رو در مشقت و بحران اقتصادی ساکت و خاموش نگه داره. پس بنابراین ما از این حکومت انتظاری نداریم. من از زاویه اجتماعی دلم میخواد امروز حرف بزنم. در بالای این پوستر شما من دارم میبینم این دو شهروند ایرانی رو که اینها از نظر جنسی متفاوت هستند، از نظر تمایلات جنسی متفاوت هستند و اخیراً محکوم به اعدام شدن. و پس بنابراین ایران یک گونه نیست. بنابراین بسیارن کسانی که مثل این دو نفر که حالا در تله افتادن که حکومت براشون باز کرده و بهشون محکومیت اعدام داده بدون محاکمه منصفانه و بدون اینکه اساساً صحیح باشه که جرم‌انگاری شده باشه رفتار اونها در قانون مجازات اسلامی، از اینها بسیار وجود داره در جامعه ایران که خودشون رو خاموش و پنهان نگه می‌دارن. اما با این فرض و اصل که در این جامعه انواع سلیقه ها وجود داره و انواع طبیعت ها وجود داره، چون طبیعتی هست که این طبیعت گرایش جنسی متفاوتی داره و اون هم نه صاحبان این طبیعت که بعضی از اونها به نام کسانی که گرایش دارند به شکل‌های دیگری از کامیابی جنسی، اینها به آزارشون به کسی نمیرسه. و اینکه جرم‌انگاری بکنن رفتار اونها رو یک موضوعیه که کاملا برخلاف تمام موازین حقوق بشر و تمام موازین حقوق طبیعی انسانه. اینها بر پایه طبیعتشون عمل میکنن، نه دزدی میکنن، نه جنایت میکنن، نه کلاهبرداری میکنن که اونا همه مصادیق مجرمانه است، و بلکه با همدیگه کامیابی جنسی رو سر و سامان میدن به گونه ای که طبیعتشون ازشون میخواد. خب ما در حال حاضر مواجه هستیم با این گونه تمایلات، این گونه تفاوت‌ها در جامعه که خب باید یک حکومتی که اگر عادل بود باید بتونه با اینا کنار بیاد، در حالی که فقط بلد بوده قانون گذاری بکنه، اسمش بذاره قانون مجازات اسلامی که هر کس که نقدش بکنه اون رو به اتهام اقدام علیه حالا نه امنیت ملی، امنیت ملی موضوع دیگری است و بلکه مصداق تقابل با اسلام قرار بده. وقتی که در یک کشوری همه قوانین رو میگن اینا اسلامی است، خب یکی از مشکلات بسیار زیاد امثال من در اون کشور این بود که تو وقتی از این قانون داری انتقاد میکنی، عمل تو مصداق تقابل با اسلامه و همین کافی بود تا اینکه بتوانند بر من محدودیت‌های زیادی رو تحمیل بکنند یا بتوانند اصلا من رو دستگیر بکنند. این شیوه از برخورد
با جامعه چند صدایی شیوهی بوده و هست که همه، حالا اگر نخواهیم بگیم همه، که یک کمی عمومیت داده میشه به بحث، دست کم میتونیم بگیم اکثریت مردم رو ناراضی کرده، خشمگین کرده. مهمترین چیزی که ما از دست دادیم بعد از انقلاب یک بخشی از آزادی های اجتماعی بود. ما آزادی های اجتماعی رو داشتیم، هرچند که آزادی های سیاسی رو نداشتیم. اون آزادی های اجتماعی به ما یک مقداری کمک میکرد که در کنار هم باشیم، با افکار متفاوت، با جنسیت متفاوت همدیگر رو بشناسیم و بتونیم با هم معاشرت بکنیم بدون اینکه همدیگر رو داوری بکنیم اونقدر که دیگه بین ما دشمنی به وجود بیاد. ولی البته باید بگم که این موضوع اخیری که من بهش اشاره کردم، این جرمی که این دو نفر گفته میشه مرتکب شدن ولی واقعا نمیتونه مصداق مجرمانه داشته باشه، این رو ما پیش از انقلاب هم در جامعه برای مردم پذیرفته شده نبود، ولی قانون اون رو جرم ندانسته بود. اینکه مثلا زنی، و از اون مهمتر اساسا این گونه انسان‌ها، این گونه شهروندها این تمایلات خودشون رو مخفی می‌کردن و در مخفیگاه انجام می‌دادن. حالا گاهی وقتا مورد خشم خانواده قرار می‌گرفتن، گاهی وقتا محله به اونها با اونها پرخاشگر برخورد میکرد، ولی این گونه نبود که اینها خودشون رو ظاهر کنند و این گونه هم نبود که قانون خاصی دربارشون وجود داشته باشه. ولی با وجود وسایل ارتباط جمعی کنونی که در آغاز سخنانم به اونها توجه دادم، دیگه محاله که با انواع اعدام ها بشه جوان ها و مردم ایران رو متقاعد کرد که خودشون رو مثل گذشته مخفی بکنن. اینها دیگه حاضر نیستن، اینا میگن من شهروندم، من شهروندی ام که مرتکب جرم نشدم، آزارم به کسی نرسیده، ولی یک تمایلات جنسی متفاوتی دارم. یا به گونه دیگری، من شهروندم، من مسلمان نیستم، ولی حقوق من برابر است با شهروندان دیگه و نمیتونین شما یک حد و مرز بگذارید بین حقوق من و حقوق مثلا اونهایی که طرفدار شما هستن بیچون و چرا. در حال حاضر اون یک صدایی که پذیرفته میشه و به رسمیت شناخته میشه و احترام داره و رانت داره و میتونه که از بسیاری امتیازها استفاده کنه، اون وفادار بیچون و چرای تمام سیاستهای رسمی است. پس اینجا یک اقلیتی رو حکومت به وجود آورده که درست برعکس اون که میگویند اکثریت بر در این حکومت بر مردم حکومت میکنه، اقلیتی رو به وجود آورده، این اقلیت رو بهشون جاه و مقام داده، این اقلیت رو در خطبه های نماز جمعه هر روز جمعه اینها رو تشویق میکنن و احترام میگذارن و در ازایش به بقیه مردم که خوشحال نیستند از وضعیتی که درونش قرار گرفتن، در حقیقت اونها رو قرار میدن در مقام و مرتبه شهروندانی که نمیتونن صدایی داشته باشن در اون کشور. ولی باز هم تأکید میکنم وقتی ما میگیم با از نگاه اجتماعی، یعنی که ما هم در این گرفتاری دیگه از این به بعد باید خودمون رو مسئول بدانیم. به این معنی که تا حالا ما همه چیز رو از حکومت خواستیم و تا حالا خب قبل از انقلاب اونهایی که میلیونی اومدن بیرون و
ندای انقلاب سر دادن راضی نبودن حتما از اون یکی حکومت. بعد از انقلاب هم در حال حاضر که اون جامعه دیگه رادیکاله شده و خواسته ای رو مطرح میکنه که اگر سرکوب نشه میشه گفت که خواسته براندازیه. در این حالت هم باز دچار گرفتاری شدیم، برای اینکه این حکومت در شرایط جهانی و منطقه‌ای خاصی قرار گرفته. پس ما وقتی که نگاه میکنیم به این همه تجربیاتمون، در حال حاضر خب یک ایرانیان شجاعی حضور دارن در اون کشور که زیر این سرکوب ما صداشون رو میشنویم. آقای رسولوفی وجود داره، دیگرانی وجود دارن در عرصه سینما، در عرصه روزنامه نویسی، در عرصه اعتراض‌های صنفی، سندیکایی، کارگری، بازنشسته ها. اینا همه رو ما داریم که دارن واقعا زحمت میکشن و سعی میکنند که این بستگی ها رو باز بکنن و خودشون رو تحمیل بکنن، صداشون رو تحمیل بکنن بر حکومتی که نمیخواد صداشون رو بشنوه. چقدر ما زن الان در زندان ها داریم که فعال دموکراسی هستن، فعال سیاسی هستن، فعال مدنی هستن در حقیقت. خب ما در برابرشون به عنوان زن خانه، به عنوان مرد خانه، مرد خانواده، زن خانواده چه مسئولیتی داریم؟ هنوز که نمیتونیم بگیم که اعتراضات کاملا اونقدر سرتاسریه که همه چیز رو خورده باشه و ما الان منتظر باشیم که همین الان یه حکومت دیگه بیاد و سوار کار بشه. فعلا ما باید هنوزم حوصله کنیم و وقت داشته باشیم. اون چه که من در این مقوله به نظرم رسید با دیگران در میان بگذارم، نقش خانواده است در این که به فرزندان خودش، در تربیت فرزندان خودش دقت بیشتری بکنه و تا این فرزندانش کوچک هستن به اونها با تعلیم و تربیت بباوراند که انسان‌ها با یکدیگر مساوی هستند. انسان‌ها اگر به دیگری صدمه نزنند، نباید هیچ گونه مورد اعتراضی قرار بگیرند. به بچه‌ها باید آموخته بشه که اگر که همشاگردی تو مسلمان نبود، اگر همشاگردی تو متوجه شدی که یک سلیقه دیگری داره در لباس پوشیدن، در ورزش کردن، در انتخاب بازی، در انتخاب دفتر و قلم، تو نباید به اون توهین بکنی. ما اینو در حال حاضر در کشورمون کم داریم و من با اجازه شما به بخشی از اون چه که در جایی گفتم اشاره میکنم و پدران و مادران ایرانی رو ازشون میخواهم که این مسئولیت تاریخی رو برای اینکه فرزندانشون رو مطابق روز تربیت بکنند این رو بپذیرن، چون ما آموزش و پرورش مترقی نداریم در ایران. ما آموزش و پرورشمون یک کتابهای درسی رو شامل میشه که اینها همه تاریخ رو جعل میکنن، چند صدایی بودن جامعه رو اساسا انکار میکنن و این بچه ها در مدرسه و زیر نظام آموزشی سنتی جمهوری اسلامی که داره روز به روز شدیدتر میشه و دارن میگن که باید در کنار مثلا هر معلم یک آخوند حضور داشته باشه یا در همه مراکز یک آخوند کنار یک کسی که آخوند نیست حضور داشته باشه و داریم میریم به طرف غلیظ شدن کنترل ها. در اینجا باید خانواده ها، هرچند که
البته همه میدونیم که زیر فشارهای اقتصادی هستن، ولی دست کم اون بخشی که اونقدر زیر فشار اجتماعی نیستن، بچه هاشونو برای آینده ای از ایران تربیت بکنن که در اون آینده اون بچه به راحتی قبول بکنه که همکلاسیشو که کنار دستش نشسته، اگر مثل پدر و مادر خودش پدر و مادری نداره، به اون احترام بگذاره، اون رو با زبان توهین تحقیر نکنه. گاهی به این فهم تاریخی میرسیم که با هدف بهبود مناسبات اجتماعی در ایران بیشتر چشم به دست حکومت‌ها داشته ایم تا به امکانات و تکالیف خودمان در حوزه‌های پرورشی. در این سال‌ها که از انقلاب 57 تا کنون پشت سر داریم، آنچه در جایگاه مخالف و منتقد بر آن پافشاری کرده ایم این است که ایران جامعه ایست تکثرگرا. برخوردهای حکومتی با شهروندان باید و شاید که این گوناگونی را در نظر داشته باشد. شیعیان 90% جامعه را تشکیل می دهند. اما این 90% که مقیم در جامعه ایران هستند، همشون یک نوع سلیقه و یک سبک زندگی ندارند. برخلاف اونچه که آقای علی خامنه ای سال هاست در صدد تحمیل کنه به مردم ایران و اونها رو به جبر و با شکنجه، با دستور، با فرمان، با امر به معروف و نهی از منکر که میدونیم کاملا خشونت آمیزه در اون کشور، مجبور بکنه که فقط یک سبک زندگی رو که او میخواد انتخاب بکنن، در حتی این 90% شیعیان این وحدت نظر وجود نداره و بسیاری از اونها جور دیگری فکر میکنن، مثلا در مورد ازدیاد جمعیت، در مورد فرزندآوری. ابدا نمیتونه آقای خامنه ای ادعا بکنه که این 90% که شیعه اثناعشری هستند و با وجود اینکه قانون اساسی میگوید دین رسمی ایران شیعه اثناعشری است، اینها یک جور برخورد میکنن با مسائل یا یک سبک زندگی رو حاضرن بپذیرن، حتی در اون خونه هایی که به نظر میاد از دور بسیار مذهبی هستن، اینها هم با نظری که آقای خامنه ای داره در زندگی خصوصیشون موافق نیستن و آنگونه زندگی نمی کنن، غیر از یک اقلیت بسیار کوچک که من حتی تردید دارم، برای اینکه کسانی که با تمام ابزارها و وسائل مدرن، حالا ولو بسیار مذهبی زندگی می کنن، چطور می تونن که سبک زندگی مورد نظر آقا رو با راحتی بپذیرند. ایران جامعه تکثرگرا. برخوردهای حکومتی با شهروندان باید و شاید که این گوناگونی را در نظر داشته باشد. مردم ایران، اونهایی که ما معتقدیم و خود جامعه، شکل جامعه نشون میده که اینها پایبند به یک نوع سبک زندگی مورد نظر آقای خامنه ای نیستن، هرچند که با اون سبک مخالفن، مفهومش این نیست که به کلی دین و آیین خودشون رو انکار میکنن. بعضی از اونها عبادات رو به جا میارن، بعضی از اونها عبادات رو به جا نمیارن اونطوری که مورد نظر آقای خامنه ایست. بعضی از اونها نگاه میکنن به غرب و تأثیر میپذیرن از اونچه که به وسیله ساتلایت یا به وسیله انواع دیگری از شبکه های مجازی اونها رو میتونن ببینن. طبیعیست جاذبه داره براشون، طبیعیست جوانهای امروزه هرچی رو که ببینن و مطمئن بشن که اینها یک نوع زندگی رو دارن گزارش میدن که در این نوع زندگی
قل و زنجیر برای فکر کردن و برای راه رفتن و برای کافه رفتن و برای پوشش وجود نداره، طبیعی است که جذب اون میشن و نه جذب اون چه که آقای خامنه ای میگه. حالا اینها اگر صدای خودشون رو نتونن به اندازه بلند کنن که به کلی این حکومت متلاشی بشه، معناش این نیست که این صداها وجود نداره. این صداها وجود داره، در خفا کار میکنه و انتظار فرصتی رو میکشه برای اینکه خودش رو بیش از اونچه که الان برملا هست برملا بکنه. در مورد جنسیت زن سخن بسیاره، ولی من چون این سخنرانی رو اختصاص ندادم به زنان، فقط اشاره میکنم و میگذرم. در مناسبات اجتماعیشون زنها به صورتهای گوناگون ظاهر میشن. قبل از انقلاب بخش بزرگی از جمعیت ایران زنان با حجاب بودن، بخشی هم بی حجاب بودن. همه ما مادران، همه ما حالا بالاخره پسانی نظیر من، مادران با حجاب داشتیم، مادر بزرگهای با حجاب داشتیم، ولی به یاد نمیاریم که این باعث نفاق در خانواده شده باشه. یعنی خانواده‌ای که بخشیش از زنانش با حجاب بودن، بخشی از زنانش بی حجاب بودن، من به یاد نمیارم که اینها حجاب براشون رنگ سیاسی داشته باشه. هرگز رنگ سیاسی نداشت و اینها به علت داشتن حجاب یا نداشتن حجاب با به همدیگه گلاویز نمی‌شدن، در حالی که آقای خمینی از بستر خیلی آشتی جویانه مردم ایران که در تظاهرات انقلابی خیلی خودش رو خوب نشون میداد و همه در صفوف انقلابی کنار هم راه میرفتن، از این جامعه که دست کم این صدا رو پذیرفته بود که جمعی از زنان با حجاب باشن، جمعی از زنان بی حجاب، اینها رو به جان هم انداخت. خانم مهرانگیز کار، شما در حدود 8 دقیقه دیگه وقت دارید. خیلی ممنونم، همونقدر کافیه برای من. به هر حال متشکرم از تذکرتون و میخواهم این نکته رو بگم که اون چی که اتفاق افتاده و الان خیلی ما رو عذاب میده این است که مثلا زنان با حجاب و زنان بی حجاب مثل اینکه دو تا حزبن و مثل اینه که حالا غیر از اینکه دو تا حزب، احزاب که با هم گلاویز نمیشن، احزاب از طریق حرف زدن در تریبوناشون در مطبوعاتشون با همدیگه بحث میکنن. خب ما که تریبون نداریم، زنان بی حجاب که تریبون ندارن، زنان با حجاب بسیار تریبون دارن. صدا و سیما تریبون اونهاست، مطبوعات عموما تریبون اونهاست و همه اینها رو که بهشون نگاه میکنیم میبینیم که باعث نفاق شدند و بیش از این خواهند شد بین زنان، بین مردان به گونه دیگری. حالا ما زنان رو راحت تر میتونیم مثال بیاریم برای اینکه با پوشششون میتونیم بگیم که این پوشش با پوشش همدیگه همدیگر رو قضاوت میکنن و این بدترین اتفاقی است که در ایران افتاده. اگر ما با حجاب اجباری از روز اول مخالفت کردیم، اگر زنانی همکنون درون کشور با حجاب اجباری مخالفت میکنن در حدی که به 22 سال حبس محکوم میشن، زندگی از دست میدن، خانواده از دست میدن، بعضی وقتا کشور از دست میدن و مجبور به گریز از اون کشور میشن و در کشورهای دیگه زندگی رو بسیار مشقت بار میگذرونن، همه اینها به این دلیله که تریبون ندارن. پس بنابراین یک صدای زنانه با حجاب تریبون داره، ولی تازه این زنان با حجاب رو هم ما نمیتونیم بگیم که همه یک گونه فکر میکنن. ما نمیتونیم بگیم هر زنی که حجاب داره و احتمالاً حجاب رادیکالی هم داره حتماً این زن داره با حکومت کار میکنه یا از وفاداران به این حکومتی. اینها رو باید از هم تفکیک کرد و خانواده ها خیلی خوب میتوانند حالا که مواجه شدند با یک سرنوشت های سیاسی
عجیب و غریبی که این سرنوشت سیاسی سرکوبگره و همه صداها رو میخواد تبدیل بکنه به یک صدا، به نظر من جا داره که خود خانواده ها یک کمی دور بشن از اون فضای تربیتی که احتمالاً پایبندی دارن بهش. مثلا حتی باید یواش یواش به بچه هاشون یاد بدن، بیاموزن که خب اصلا این مفهوم بچه هایی که البته نمیگم بچه 3 ساله بیاموزن، ولی بچه هایی که دیگه شروع کردن به این که چون و چرا میکنن، حرف میزنن، سوال میکنن، راجع به خدا میپرسن، راجع به مردم میپرسن، راجع به سلیقه ها میپرسن، بیایند و یک جور تنوع گرایی جامعه ایرانی رو با قصه، متاسفم که بگویم امروز شنیدم که کتابخانه های کانون پرورش فکری جوانان و نوجوانان رو هم داره این حکومت میبنده. یعنی ما دیگه هیچ نوع امیدی نمیتونیم داشته باشیم به تربیتی که در خارج از خونه کمک میکنه به فرزندان ایران تا اینکه انسانهایی بشن که در کنار هم دیگه بنشینن با تسامح و نه لزوماً اینکه عین همدیگه بشن و عین همدیگه فکر کنن و بلکه همدیگر رو تحمل کنن با بردباری و به همدیگه پرخاش نکنن. اطلاعاتی که ما داریم از مدارس این است که متاسفانه خب به هر حال این تربیت حکومتی و یک مقدار زیادیش رسانه‌ای اثر گذاشته و بچه‌هایی که در خانه پدر و مادر روشن فکر و روشنگری دارن در مدرسه کمتر تحمل میکنن اون همکلاسیشون رو که کنارشون نشسته اما مثلا مسلمان نیست، یا اینکه یک شیوه هایی برای زندگی خودش دوست داره و اون شیوه ها رو مطرح میکنه که لزوما این شیوه ها هیچ کدوم مجرمانه نیست، ولی ممکنه که خب یک معتقدات دیگری داشته باشه، نمیدونم پدر و مادرش نوکیش مسیحی بوده باشن، از پیشینه بهایی اومده باشه، سنی باشه، یا اگر بخوایم اقلیت‌های دیگر کشورمون رو ازشون نام ببریم، کرد باشه، بلوچ باشه، و بخواهند اینها رو دور بر و جوانب زندگی خاصشون رو نگاه بکنن و اونها رو تحقیر بکنن برای اینکه لهجه دارند، حتی لهجه رو تحقیر بکنن. این است که من ضمن اینکه در اینجا سعی کردم در حدود وقت خودم بگویم که چرا چند صدایی رو انتخاب کردم برای موضوع امروز، ولی تأکیدم بر این است که دیگه امیدی نداریم به اینکه این حکومت حرفای ما رو بشنوه و تنوع گرایی مردم رو قبول بکنه، بپذیره و روز به روز هم داره فضا برای انواع صداها بسته تر میشه، هرچند که این صداها حتی از درون زندانها به گوش میرسه، ولی بیش از اون چه در حال حاضر در ایران در فعل و انفعاله، ما باید نگاه بکنیم به آینده فرزندان ایران، آینده‌ای که خیلی متاسفم که بگم چند میلیون از بچه‌های ایرانی نمیتونن برن مدرسه به علت وضعیت اقتصادی، اعتیاد در جای دیگری قوقا میکنه و همه اینها که هست، اما اونایی که اندک رفاهی دارن خوبه که بیان و روشنگری رو از درون خانواده ها شروع بکنن. ما فعلا نمیتونیم به اونچه که بیرون از خانه ها به نام حکومت سلطه داره بر اون کشور امیدی داشته باشیم، ولی میشه که روشنگری رو از درون خانه شروع کرد و از طریق فضای مجازی پیدا کرد، اون سایت ها و اون به هر حال اون پدیده های ارتباطی رو که
می توانند مانند مکاتب آموزش پرورش ایران و فقدان اونچه که ما انتظار داریم از آموزش و پرورش، این فقدان رو بگردند در اینترنت و پیدا بکنند با اونچه که به درد بچه ها میخوره، به درد نوجوان ها میخوره، برای اینکه چند صدایی هموطنانشون رو همینطور که دارن بالنده میشن در کوچه و خیابان و در مدرسه تحمل کنند. البته این فقط یک خشته که روی اون باید شالوده خیلی بزرگی گذاشته بشه که اون شالوده البته میتواند پلورالیسم سیاسی باشه، پلورالیسم مدنی باشه که ما 43 ساله از همش محرومیم و قبل از انقلاب هم از بخشی از اون محروم بودیم، اما در این 43 ساله به کلی محروم شدیم از اینکه صدای غیر از صدای حکومت مطلقه داشته باشیم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون خانم مهرانگیز کار، خسته نباشید. دوستانی که میخوان در بحث شرکت کنن، سوالی دارن، لطفاً دستاشون رو ببرن بالا. اولین نفر جناب آقای دکتر فرشید مقیمی هستن. آقای مقیمی کجا رفتید؟ آقای مقیمی، شاید بسته. نه نه، اینجا بودند. آقای فرشید مقیمی نیستند. خب دوستان دیگه ای که بله، من ببخشید، خواهش میکنم بفهمه جناب مقیمی. آقای یدی باید منو اجازه میداد که آن میوت بشم. من فرستادم براتون. بله، خیلی متشکرم خانم مهرانگیز کار، بحث بسیار خوبی رو آوردین. شما جامعه چند صدایی رو مطرح کردید که جامعه ایران میشه گفت از حالا خیلی دور نریم، از دوران انقلاب مشروطیت یک جامعه چند صدایی بود و کماکان هم به اصطلاح خواهد بود و رفته جلو. منتها تاریخ رو که نگاه میکنیم ما، این جامعه چند صدایی تقریبا همیشه سرکوب شده، چه در دوران رضا شاه، چه در دوران محمد رضا شاه و چه بدترین نوعش در دوران جمهوری اسلامی. در مورد حجاب صحبت کردیم شما. حجاب اجباری در مقابل به اصطلاح بی حجابی اجباری دوران رضا شاه میاد که به زور حجاب رو از سر زنها بر می داشتن به جای اینکه آموزش بدن، یاد بدن که خود زن تصمیم بگیره که آیا میخواد با حجاب باشه یا نمیخواد با حجاب باشه. بنابراین عکس العمل این رژیم برمیگرده به جامعه قبلی که چه به اصطلاح آوردن. تو دوران حکومت محمد رضا شاه هم همین صحنه ها بود. من در درون دانشگاه های ایران تو هر کلاس دانشگاه که من بودم حداقل یک یا دو تا ساواکی بود تو هر کلاس که کنترل کنه تمام گفتارها و صحبتها رو. تو شما به درستی گفتین یه سری آزادی های اجتماعی تو اون دوران بود. به طور مثال من در دانشگاه تبریز رئیس دانشگاه میگفتش که شما با کار سیاست و اینا کار نداشته باشین، من براتون دنسینگ درست میکنم، براتون موسیقی میذارم، بیاین این کارا رو بکنین و ببرین جلو. یعنی باز جامعه چند صدایی رو اونها میخواستن سرکوب کنن. در اون دوران با گرایش به سمت غرب گرایی و به اصطلاح ظواهر فریبنده غرب، نه تکنولوژی غرب، نه دانش غرب، بلکه با
به اصطلاح رقص و دانسینگ و غیره و غیره که اونم به هر حال بخشیشه میخواستن سرکوب کنن و تو این دوران با اسلام گرایی و به اصطلاح طرفداری به اسلام. بنابراین جامعه چند صدایی همیشه تو ایران حداقل تو این دوران معاصر همیشه سرکوب شده. خود شما حتما شاهد هستین که ما دو حزب ایران نوین و مردم داشتیم که دو حزب شاه ساخته بود، آخرش هم گفت نمیخوام حزب رستاخیز، هر کی هم دوست نداره پاسپورتش رو بگیر و بره بیرون. یعنی اینها به ارث بردن که صداها رو، چند صداها رو، صداهای مخالف رو خفه کنن تو تمام این دوران. منتها این نوع به اصطلاح مذهبی، نوع فاشیسم خیلی شدیدتری هست در این مورد. در مورد خانواده ها شما گفتین و در واقع روی صحبتتون در انتها رفت به سمت خانواده ها که خانواده ها باید بچه هاشون رو تربیت کنن، که حرف درستیه، ولی میدونید که خانواده ها هم دوچار این شک و تردید هستن. بنابراین باید یک بچه ای رو تربیت کنن که در درون خانه و خانواده یه جور باشه، تو محیط خارج جور دیگه، چون میترسن این بچه اگر در خارج از خانه همون حرفا و همون حرکات رو بزنه مشکلات براش ایجاد بشه. اینم به هر حال مشکلی هست که خانواده ها دارن. حداقل در تماسی که من با بستگانم و غیره و غیره دارم در ایران، میدونم که اینا میترسن که بچه هاشون رو طوری تربیت کنن که دلشون میخواد، چون میترسن براشون مشکلات ایجاد بشه. به هر حال خیلی ممنونم از صحبتات. متشکرم. آیا دیگه فرصتی هست من در... بله بفرمایید. یک کمی راجع به حرفای شما منم نظر بدم. ببینید کاملا شما از منظر حقوق بشری درست میگید که جبر در پوشش فرقی نمیکنه، چه جبر در کشف حجاب باشه، چه جبر در حجاب اجباری باشه. ولی من فکر میکنم که تاریخ رو فقط یک سره اینجوری نباید نگاه کرد. تاریخ رو شما اگه نگاه بکنید به همون تاریخی که نقد کردید رضا شاه رو، و من باید به شما بگم که مثلا مادر من تا آخر یه چادر از سرش بر نمیداشت، با اینکه اصلا مذهبی نبود، و هرچی ما باش دعوا میکردیم میگفت نه من از لج آجان رضا شاه چادرم بر نمیدارم. برای اینکه یه دفعه منو تو خیابون چادرم از سر برداشته انداخته تو جوب آب. آره اینا هست، ولی یادتون باشه که اولا یک چند سال محدودی این واقعه در ایران بود و این فرمان قدرت و قوت داشت. خیلی کوتاه مدت بود عمرش که سال 1320 رسیدیم و جریان‌های جنگ و متفقین و آمدن و رضا شاه رو که موافقت نمی‌کرد با اینکه ایران متفقین راحت واردش بشن، اون رو فرستادن جزیره موریس در آفریقای جنوبی و پسرش رو که خیلی جوان بود به شاهی رسوندن، به سلطنت رسوندن. و بلا فاصله اصلا قبل از اینکه این اتفاق بیفته اون فرمان کشف حجاب لغو شد. حالا من از شما سوال میکنم، خب رضا شاه که دیگه بعدش نبود، در به محض اینکه یا حتی قبل از اینکه محمد رضا شاه ایران بشه لغو شده بود اون فرمان، چرا بعد از اون بسیاری از زنان ایرانی که با کشف حجابشون رو برداشته بودن دیگه حاضر نشدن حجاب سرشون کنن؟ چرا؟ اونجا بود که روحانیون نگران شدن. نگرانی روحانیون ولی نمیتوانستن ظاهر بکنن، چون در وضعیتی نبودن مثل حالا که ظاهر بکنن. چون تا اون موقع میگفتن رضا شاه کشف حجاب کرده، کافره، کافر پروری میکنه. ولی از اونجایی که دیدن خب خیلی ها مثل مادر من حجابشو گذاشت دوباره سرش، ولی خیلی ها هم حجابشون رو نذاشتن سرشون. پس ببینین تاریخو ما قطعه که نمیتونیم بکنیم و دربارش حرف بزنیم. باید تاریخ رو روی همون روند تحولاتی که پیش رفته بهش نگاه کنیم. من در اینی که با هر جبری در پوشش مثل شما
مخالف هستم ولی میخوام بگم در کشورهای بسیار بسته ایم نظیر کشور ما که همونطور که گفتین قبل از انقلابم خب ما یه دونه حزب رستاخیز پیدا کردیم، قبلش دو تا حزب داشتیم که اینا جنگ زرگری با هم میکردن. همه اینا رو که شما میگید نسل من و نسل شما بهش واقف هستیم، ولی جوانان این کشور ضرورتی نداره که وقتی که میخوان خواسته هاشون رو مطرح بکنن دائما بگن اصلا همیشه همین جوری بوده، قبلا هم همین جوری بوده، رضا شاه هم این کاری کرده، پس بنابراین اصلا هیچ. نه، الان دیگه وظیفه دیگه، من یکی از مادرانی هستم که گرفتار همون مشکلی شدم که شما بهش اشاره کردین. بچه من 6 ساله بود و حالا ما باید اینو میفرستادیم مدرسه. من و پدرش که هر دو ضد انقلابای شاید شما میدونین مشهوری در همون موقع هم بودیم، چون اعتصاب شکنی و یه کارهایی کرده بودیم که نه کارهای چریکی، ما که بلد نبودیم اون کارا. ما دو نفر می‌نشستیم و به این بچه یاد میدادیم که چی بگو چی نگو، که بعدها که من به این دوران فکر کردم ما تو آتش بودیم، واقعا از خودم شرمنده شدم. پس بنابراین من اون بخش فرمایش شما رو کاملا بهش احترام میگذارم. این رژیم همونه که من خواستم ادا کنم، منتها من به عنوان حجاب و بی‌حجاب اینجا مطرح کردم. این رژیم دورویی رو تربیت کرد برای مردم ایران و ما الان نسلای 43 ساله داریم از این انقلاب و همون بچه‌ای که من میشوندمش و میگفتم این کار اینو نگو اونو بگو، خب الان 46 ساله است، چلو نمیدونم 7 سال است. بله، اما حالا ضمن اینکه این روند تاریخی رو هممون میدونیم، ولی بایدم بدونیم که بعدش دیگه زنا به اختیار حجاب رو برداشتن. فرمانم که لغو شده بود یا کمرنگ شده بود یا ضعیف شده بود، اقتضای جامعه این بود که چون اشتغال زنا رو رضا شاه به هر حال بسترسازی کرد براش، رفتن زنان به دانشگاه رو رضا شاه بسترسازی کرد براش، طبیعتاً یک کسانی، یک بخشی از زنان بودن که ترجیح میدادن اون بی‌حجابی رو حفظ بکنن و یه بخش دیگر هم ترجیح دادن حجاب رو دوباره سرشون بکنن. من فقط خواستم یه توضیحی بدم درباره این روند تاریخی بدون اینکه با شما اختلاف خیلی اساسی داشته باشم. خانم مهشید، خیلی ممنون خانم. خانم مهشید. خانم کار، سپاس از برنامه خوب شما. من یه سوال دارم، نمیدونم به این برنامه شب ربط پیدا میکنه یا نه، ولی میدونین که در سیستان و بلوچستان خیلی بچه‌ها شناسنامه ندارن و مدرسه نمیتونن برن به خاطر اینکه پدرشون ایرانی نیست. آیا این طبق قانون اساسی هستش که این بچه‌ها نمیتونن شناسنامه داشته باشن، یا اینکه قانونیه که جمهوری اسلامی درست کرده؟ نه، ببینید، شناسنامه مثل همون آیدیایی که ما اینجا داریم، مثلا ما یه آیدی داریم که اون آیدی نشون میده که ما گرین کارت داریم یا سیتیزنی یا اینکه تبعه. اینا اگر که وضعیت اقامتی اتباع بیگانه درست باشه اصلا کاری به قانون اساسی نداشته باشی. یعنی وقتی که اون شخص تبع است، شهرونده، به قول ما سیتیزنه، باید شناسنامه داشته باشه. البته این اقدامشون غیر قانونی است و در همون زمانی هم که من هنوز ایران بودم ما با وزارت کشور خیلی کلنجار می رفتیم، ولی اونها هم یه حرفایی می زدن که البته اون موقع یه کمی جنبه وجاهت قانونی داشت. مثلا طبق قوانین زن و مرد باید ازدواجشون ازدواج رسمی باشه، ازدواج رسمی بوده باشه که
ازدواج رسمی آسون نیست برای مخصوصا اتباع افغانستان که اون موقع زیادتر بودن، الان هم زیادتره، به این معنی که باید اینها برن و یه فرمای در وزارت کشور پر بکنن و چون اینو به علت اینکه اقامتشون قانونی نبود نمیتونستن برن این فرما رو پر کنن، در نتیجه ازدواج شرعی میکردن. وقتی ازدواج شرعی میکردن چون اقامتشون درست نبود یه مشکلات پیچیده‌ای پیدا میشد، ولی در حال حاضر که این همه سال از اون دوران گذشته یقیناً این بچه های بیشناسنامه سیستان و بلوچستان و حکومت موظفه براشون کاری بکنه. به هر حال یا اینا ایرانی هستن یا نیستن. اگر که نیستن که چرا تو این کشورن؟ چرا پدر مادرشون تو این کشور بودن؟ بالاخره باید اون قوانین سختگیرانه ایرم که پشت سر داره، که خب هر کشوری برای اتباع بیگانه داره، من و شما هم که خارج از کشوریم همه این روندا رو طی کردیم تا رسیدیم به یه جایی که مثلا سیتیزن شدیم یا هرچی، اینها باید در حال حاضر که تعداد زیادی اتباع بیگانه در ایران وجود داره تعیین تکلیف بکنن بر اینا و اصلا نمیتونن فکر کنن که شناسنامه ندن به این بچه و بعدن این بچه در ایران بزرگ بشه. خب این بچه بی سواد به چه درد ایران میخوره؟ من کاملا این نکته رو که شما بهش توجه کردین، ما از مثلا 20 سال پیش که من در ایران بودم این مسائل مطرح بود و وزارت کشور متصدیشه و داره اتباع بیگانه و اینا باید به هر حال به مردم ایران که نگران آینده این بچه ها هستن، چون این بچه ها اساسا بعدن که خب بی سوادن، نمیتونن شغل پیدا بکنن و یه باری خواهند بود، بار سنگینی خواهد بود بر اون جامعه، خب اینا اصلا امنیت اون کشورم در خطر میدازن و حالا اینا شناسنامه ندارن. میدونین چند میلیون بچه ایرانی نمیتونن مدرسه برن و این آقایون اصلا انگار نه انگارشونه. یعنی آینده ایران باید کی بسازه؟ آینده رو که حکومت نمیسازه، آخرش خود مردم باید بسازن. اینهایی که دارن بی سواد بزرگ میشن، این بچه های کار، این بچه های خیابانی، واقعا من یه وقتهای وحشت میکنم از فکر ایران آینده. آقای عدم بزرگ مهر، سلام، وقت شما بخیر. بفهمید من چند تا نکته دارم که بپرسم. یکی این که شما فرمودید که پدر و مادرها توی این شرایط، چندین بار من این رو شنیدم از شما که پدر و مادرها توی این شرایط باید وضعیتی رو ایجاد بکنن که بچه هاشون رو تربیت بای مشخصی بکنن. مسئله ای که وجود داره اینه که پدر و مادرها احتمالاً بیش از 70% الان باید به فکر برطرف کردن نیازهای خیلی سطح پایین تری از درم مازلوی، یعنی خوراک، پوشاک، مسکن رو اگر بتونن تامین بکنن برای فرزندان، خودش هنر بزرگیه. یه همچین انتظاری به نظر من انتظار زیادیه. دوم این که من با نظر آقای نمیدونم اسمشون رو، ولی فرشید مقیمی که گفتن نسل جدید اینجوری تربیت نشده، نسل جدیدی در واقع با تربیت دوگانه داشت، من موافق نیستم. نسل جدید رو بستگی داره از کی به بعد شما ببینید. از شاید اواخر دهه 70 و اوایل 80 به بعد همین جوری این بچه ها آزادانه تر تربیت شدن و هر روز
یعنی نترسترن، یعنی شما همین جوانانی که توی شیراز رفته بودن بیرون رو نگاه بکنید، خیلی سرکشتر از نسل‌های قبلی شدن، خوشبختانه چیز خوبیه اگر در کنارش آگاهی هم باشه، که به نظر میرسه بخش بزرگشون آن چندان آگاه تربیت نشدن. سوم این که این روند تاریخی رو شما گفتید که هممون میدونیم توی جامعه در هم و بر همی که ایجاد شده، چی میدونه منظورتون از این که هممون میدونیم خود شما و نسل شمایید؟ من نمیدونم هممون میدونیم در چه موردی گفتم؟ در مورد گذر تاریخی ولی واقعیت اینه که نه نمیدونیم و از یه جایی به بعد هم جوانان اهمیتی نمیدن که بدونن و مسئله اینجاست که بشر احتمالاً ترجیح میده که فکر نکنه، دور بمونه تا سالمتر باشه روانش. چهارم این که مجموعه های اینچنینی که شما ایجاد کردی مثل همین گفتگو چقدر جوان جذب کردن، چقدر شما با نسل جوان در ارتباطی، چقدر تجربیات خودتون رو درسته نوشتید، اما چقدر این نوشته ها نوشته های شما و نسل شما فراگیرن، چقدر در دسترس مردمان، چقدر اصلا این رو در نظر گرفتید که مهمه که شکافی که به نظر من وجود داره پر بشه؟ چون به نظر من نمیرسه که از یه جایی به بعد کسی، از یه نسلی به بعد کسی اونقدر اهمیتی بده به مسئله. حالا ممکنه کوتاهش کنید دوست عزیز؟ تموم شد. خیلی ممنون خانم. ولی من ایشون خب یک کامنتایی دادن و متشکرم ازشون در مورد اینکه به من گفتن که خانواده های اینقدر گرفتارن. منم میدونم ما هم ارتباط داریم، خویشاوند داریم، دوست داریم و همه اینا رو میدونیم، ولی وقتی که برای مردم یک کشوری هیچ نقطه و سطح اتکایی باقی نمیمونه جز خودشون، خب طبیعی است که این خود بالاخره میتونه که دور برش رو صاف بکنه و اشکالی نداره اگر این بحثای اجتماعی مطرح بشه. و شاید در ضمن این بحثای اجتماعی، حالا اگر خیلی هم اون نسل جوان نباشه و یه نسیمی به گوشش برسه، فکر بکنه که آه چه بده که به بچهش گفت مثلا با اون همکلاسیت حرف نزن، برای اینکه دیدم مثلا کفش نمیدونم چه جوری پوشیده بود. شاید این اثرای خیلی کوچک و شاید ضعیف در جایی که ما قرار گرفتیم تاثیرگذار باشه، ولی ضمناً کسانی هم که از ایران میان و مرتب میرن ایران و برمیگردن، نوع زندگیشون نوعی است که ارتباطشون با ایران مثلا من که در تبعید هستم از دست ندادن، ما اون چی رو که از اونها میشنویم هرچند که زد و نقیزه و نشون میده که جامعه با همچنان گرفتار تناقضه و نمیشه گفت که همه یک دست وفادارن به رژیم، نمیشم گفت که همه یک دست یه جور دیگه فکر میکنن مثل شما فکر میکنن، نه، ما هم بالاخره شنونده های خودمون رو داریم، مخاطبین خودمون رو داریم. بله ممکنه که، ممکن نیست، قطعیه که جوانها حرفای پیرا رو به هر حال همش رو گوش نمیدن،
ولی جوانایی هم هستن که با ما ارتباط دارن، شما ازشون بیخبری. جوانایی هستن که با انواع ارتباطات در فضای مجازی، نه فقط اونایی که شما میبینین، بلکه در جاهایی که شما نمیبینین شاعر هستن در ایران، شاعر نیستن، حتی بعضی وقتا کارگر هستن. اینا نه اینکه من میگم اینها ستایشگر ما هستن، نه، بعضی وقتا خیلی هم خورده میگیرن بر ما، ولی خط ارتباط کاملا نشکسته. اما با شما موافقم، یک قطع تاریخی جوانهای ما دارن با تاریخشون، و این رو من از اونجایی میگم که شما گفتید، من گفتم، همه میدونیم راجع به کشف حجاب بود و تحولات و روند اجتماعی بعد از کشف حجاب بود. بله، من همه وقتی گفتم منظورم نسل خودم بود، نه نسلی که الان در ایران 18 سالشه. طبیعه، منم وقتی که 18 سالم بود خیلی چیزا از گذشته نمیدونستم، با اینکه در دسترسم خیلی چیزها بود. خیلی ممنون خانم کار. جناب آیفون. بله، آمیون شدم من. بله، آیفون من نمیدونم، یه آیفون هست اینجا. هستم. من مدرم. اگر هویت ندارن که دیگه چه سوالی میکنن؟ نمیدونم، ولی یکی دیگه هم به یعنی من پلاس... با آیفون حرف میزنیم، آخه شخص باید حضور داشته باشه. آخه من تلفنم، کامپیوترم کار نمیکنه، دوستان میدونن. اشکال نداره، بفرمایی، خواهش میکنم. بذاری من از اینجا شروع کنم که یکی از چیزهایی که خیلی عجیبه بر من آقای برقیه منه. سلام آقای برقیه. این ارتجاعی ترین حکومتش که هست، من هر چطور به این شدت عقب مانده ندارم، ولی با قول آقای مقیمی یه مدر ریشه شما باید چندید. وقتی که رضاش آمد، ما حرکت مشروطی داشت، حال تنوع بود و نیروها رو میپرند، اومدن به زور این مجموعه رو سرکوب کردن. اینا رفتن توی سوراخ، قهر کردن با تمدن وجود، یا قهرشون دادن. من یادمه که ما کوچیک بودیم، رادیو حق نداشتن گوش بدیم، حقوق اداره رو میگفتن حرامه، زین صندلی چرخو میگفتن نجسته، و حقوق دولتی هم حرام بود. اینا چون اونجا رفتن موندن در قرنها قبل، پر از خشم، پر از کینه، انتقام جویی. وقتی آن از سرکار گفتن شما بی حجابی آوردی، حجاب آوردی، من بی حجابی میارم، تو اوضاع علمیه رو هستی، من دانشگاه میبندم. یعنی افتادن به یک نجاجتی که دهاری که در قبل از انقلاب بخش روحانیت مترقی هم داشتیم، ولی عقب مانده ترین قیش اومد سرکار و عقب مانده ترین تأثیر رو جامعه گذاشت. من نگرانیم اینه که ما الان با افراد که می کنیم، چون ذاتمون افراد و تفریده، باز دنبال یه انتقام دیگه هستیم، نه دنبال یه اصلاح. مثلا این بلوچستانی که فرمودن، من سالها در اونجا کار میکنم، اینطور نیست که اینقدر وضع وحشتناک باشه. چند رو پیش دادم گوش میدم، آقای حسینی هم چه کسی بود، گفتش که در بلوچستان 5 میلیون بچه مدرسه نمیره. ایشون نمیدونه جمعیت بلوچستان من چقدر دیگه 5 میلیون نمیره مدرسه. در مورد این بچه های افغانی هم، نه، 5 میلیون در کل ایران، بیش از 5 نه افغان، اصلا ایرانی، بچه های ایرانی نمیره. نه میرم الان موده که بلوچستان رو، من
قبل از انقلاب بلوچستان رو دیدم خیلی خوب، بعدش هم دیدم. مثلا همین بچه های افغانستان که میان اونجا، اینها رو راه سناتامان ندیدن. مثل خیلی کشورها تا بپذیرنشون تو میشه، ولی بچه هاشون رو دارن بیان مدرسه. حتی یه موقع 25,000 تومن میخواستن هر بچه رو بده فقط نام نویسی کنه، بیمه هم داشته باشه. منم یه مقدار دنبالش بودم که شاید 1,000-2,000 نفر رو حل بکنه داستانش. وزارت آموزش گفت دست ما خودمون میده، احتیاج نداره. و این که یه مبالغه میشه یک ضرر داره. ضررش اینه که میشه جریان چوپان دروغو. ما در همون بلوچستان در یک ده دور افتاده ای که سواد وجود ندارد اصلا، 110 نفر دیو خانواده نامشون رو باید میدونن به یک چیزی ببره شهر براشون بخونه. من یه مدرسه درست کردم، مدرسه ابتدایی خیلی ساده. الان من شاگردایی از اون مدرسه، نه یکی، 10 تا میگم، به سمت‌های خوب رسیدن. اینا الان بچه هاشون فوق لیسانس دارن میگیرن. یعنی یک مسئله حاشیه دیگه بگم، تو 2 ده ما رفتیم چون بودجه محدود بود، گفتم آقا چه کاری رو شما براتون اولویت داره که انجام بده، چون که ما بودجه زیادی نگیریم، مقداری که داریم. این دوتا به هم با همش رابطه نداشتن. هر دو ما گفتن دختران بره دبیرستان، و ما چون بعد برن 30 کیلومتر اون طرفتر نمیتونم برن، ما مجبوریم یه چیز ماشین بگیریم و 4,500 تومان کمتر نتونستیم. آموزش پرورش میگه من 1.5 میلیون تومان دارم. یعنی ببینید مهمترین مسئله براش اون بود. من حرفم اینه، یک حرکتی یه حرکتی از زیر پوسته جامعه رو دست کم نگیرید. زور پوسته جامعه اجازه نمیده که این ارتجاع بمونه، سرکوب میکنه. علت هم که سرکوب کنه برای که نمیتونه، میدونه خودش رفتنیه، میدونه. من فقط سوال من با خود من همیشه اینه، اینها میدونن زمان شاه به دلیل مسائل فرهنگی اومدن در کار، نه اقتصادی. الان میدونن که مشکلاتشون بسیاره، کار خودشم کار فرهنگیه. چطور انقدر احمقن که همینطور ور میرن به آدم ها بدون دلیل و نارضایتی ایجاد میکنن و تیشه به ریشه خودشون میزنن. من نمیفهمم رو، ولی من خوش به نمیانه که جامعه همیشه از چیز منفی یاد میگیره که چیکار بکنه، و این جامعه زیر پوستش حرکتی هست که حرکت زنان نمونهش، ولی فقط اون نیست، ده ها نمونه دیگه هست که اینها رو میندازه کنار. بله من تمام شد. بله دیگه خانم کار. نه ایشون البته تجربیاتی دارن، ولی من نفهمیدم که آخرین باری که در ایران بودن و مخصوصا در سیستان و بلوچستان بودن چه سالی بوده، چون اون چه که مسلمه وضعیت در سیستان و بلوچستان، حالا ممکنه نسبت به حالا 40 سال پیش چند تا مدرسه هم درست شده باشه، ولی قرار نبوده که اون پاره هایی از ایران مثل سیستان و بلوچستان اینقدر محروم بمونن که ما به هر حال کسانی رو داریم که خبر دارن از وضعیت در سیستان و بلوچستان، که اینها حالا اگرم مدرسه میرن، همین الان شما خبرها رو نگاه کنین، اینقدر لوازم تحریر گرانه
که بعید اصلا خانواده بتونه دفتر و قلم، حالا دیوایس که هیچی، دیوایس هم که شده جزء لوازم تحریر، ولی اصلا اینا ندارن که اینا رو بخرن خریداری کنن. من فکر میکنم حالا شما اون اوائل انقلاب بوده و خب بالاخره هیجانات انقلابی هم بوده، یه چند تا کارم شده. من هیچ وقت نمیگم که من وقتی جایی رو به عینه ندیدم بتونم یه تصویر درستی ازش بدم، ولی اگرم به عینه دیده باشم باید همون زمان رو در نظر بگیرم. به هر حال فقط یه جمله من بگم، هر حکومتی که مردم رو در مدت طولانی دراز مدت ناراضی بکنه، نهایتاً اون جامعه رادیکاله میشه، و وقتی رادیکاله شد دیگه به این حرفای ما گوش نمیده و فقط در تصورش این است که اگر این حکومت بره وضعیتش بهتر میشه، و معمولا هم میگن دیگه از این که بدتر نمیشه. در سال 57 هم شماها که انقلابی بودین همینه میگفتین، میگفتین از این که بدتر نمیشه، دیدین که شد. الان هم ممکنه، ولی من نظرم این است که نباید حکومت ها بگذارند اینقدر مردم خفقان بگیرند که برسن به نقطه ای که خوب شاید شما درست میفرمایید، بعضی وقتا هم اقراق بگن درباره کمبودها، اما یادتون باشه که این اقراق نیست. ما مناطقی از ایران مخصوصا به شدت محرومن و اینها کمترین محرومیت زدائی از این مناطق نکردن. متاسفانه باید بگم قبل از انقلاب هم اینها محروم بودن و این هم یکی از کاستی های قبل از انقلابه که به مخصوصا مناطق خاصی اصلا توجه نکرد. خیلی ممنون خانم. وان پلاس دی ای 21-18 خیلی خوبه. نه اینا بایستی چیزاشون منظرم من مشخص بشه. خب حالا بذارین بگن دیگه، ولی یه سوالی دارن، یه حرفی دارن، چه اشکالی. وان پلاس، وان پلاس، من در خدمتتون. ایشون هم میوتن، نمیدونم چرا صحبت میکنن. یعنی جان علی رضا هستش. علی رضا من امیوتش کردم الان، یعنی الان علی رضا شما صحبت کنید. علی رضا صدات نمیاد هنوز کاکا، صدات نمیاد. علی رضا جان میکروفونتون رو باز کنید. که مشکل، نه مشکل داره با سیستمش. خب ما جناب ناظر میتونیم بریم برای بله خانم پریوش. قبل از اینکه بریم خانم پریوش خانم، من آقای حسین رونقی رو دیدم که دستشون رو تکون میدادن تو صفحه خیلی وقته. اگر خانم پریوش خانم اجازه بدن که ایشون صحبت کنن. آقای رونقی من الان شما رو بفرمایید. من ندیدم آقای. من دیدم الان نزدیک 4-5 بفرمایید اجازه بدید که ایشون صحبت کنه. من اسمش رو الان میوتش میکنم. آقای رونقی خودتون میوت کنید. دارن حرف میزنن ولی ما نمیشن. نه ایشون فرق میکنن. آه بله بله صدا ما الان میاد. نخست اینکه خیلی خیلی سخنرانی جالب و خوب بود، خیلی سپاسگزاریم از خانم کار که تجربیات خودشون گفتن. چند نکته صحبت شد که من دلم خواست راجع به اینها یک کمی توضیح بیشتر بدم. یکی اینکه فرمودن که در بلوچستان یه ده اصلا شناسنامه ندارن و خانم دکتر کار مثالی زدن راجع به شناسنامه و گرین کارت و سیتیزنشیپ که بنده تصور میکنم این قیاس به قول عربا قیاس محل فارغ است. عده بسیار زیادی، بنده چون در سالها در دانشگاه شیراز کار کردم و هدف و مسئله اون روستاها بود که
70% جمعیت در اون موقع در روستاها بود، شاید کمتر از 10% خدمات به روستاها میرسید. و موقعی که اعلی حضرت راجع به GNP و درآمد سرانه و چی و چی از حرفا میگفتن، فقط یه قشر کوچکی از جامعه حرفای ایشون میفهمیدن. و آقای خمینی خیلی راحت تر فهمید که مردم ایران این چیزا را به قول معروف حالیشون نیست و زبان اونا صحبت کرد. ببینید در خدمات در استانها و شهرستانها فقط مربوط به شهرهای بزرگ، برای بیمارستانها در اون زمان 90% تختهای بیمارستانی در شهر، در شهرستانها یه 5-6% هر کدوم از شهرهای بزرگ بودن. حالا بگذاریم مسئله اینه که خدمات در تهران متمرکز شده بود. ما الان در یک وضعی هستیم که هنوز هم با وجودی که خیلی کوشش شده که خدمات رو به روستاها برسونن، تنها کاری که کردن این بوده که شهرهای ایران را رورالایز کردن، یعنی تمام شهرهای ایران دورش حاشیه نشین‌ها به وجود اومدن و تمام روستاها اومدن دوربر شهرها گورخواب شدن و کبرخواب و کارتون خواب شدن. اینا یه چیزاییست که در زمان شاه بود، در زمان این دولت هم هست. ما چیزی که خوشبختانه ما الان یه گروهی هستیم، گروه های فرهیخته، همون یک 2-3% مردم ایران هستیم که از زوم شرکت میکنیم، در اینجا میاییم و صحبت میکنیم و حرف میزنیم و میخوایم مسائل ایران رو در اونجا با اون آخونده و با اون اصله هاشون حل کنیم. این عملی نیست و همونطوری که چند بارم گفتن، عمل اصلی که برای مردم ایران الله لازم است، ادوکیت کردن مردم ایران هست. بایستی مردم ایران ادوکیت بشن و اگر ادوکیت بشن، آقا یک سیرکلی داریم، یک سلسله معیوب فقر، نادانی و بیماری. این سه تا همش با همه، بیشترین گرفتاری مردم نادانی است. نادانی گرفتاری اصلی مردمه. آقای اون وزیر امور خارجه قبلی آمریکا گفتن بهش که در مورد ایران چه فکر میکنی؟ گفت که مردم ایرانی که پشت سر یه مرده 10 میلیون جمعیت میشن، به این ملت هر کاری میشه انجام داد. هیچ نگرانی مردم، استعمارگرا هیچ نگرانی ندارن از اینکه تا موقعی که اسلام وجود داره، تا موقعی که اصلا دین وجود داره، کاری به اسلام و غیر اسلام نداره. دین یه مظهری است که برای حماقت مردم درست شده. متشکرم. خیلی ممنون. من عرضی ندارم، فرمایششون رو استفاده کردم. خیلی عالی. آقای علیرضا میتونن صحبت کنن؟ من فرستادم میوت کنه، ولی مشکل کامپیوتری داره. پس اگر نمیتونن من برم سراغ خانم پریوش. نه نمیتونم صحبت کنم. من واقعی براشون فرستادم که آنمیوت بشن. خانم پریوش خودتون آنمیوت کنید لطفاً. بله. بسیار عالی. شبتون بخیر خانم آنمیکار. خیلی خوشحالم که شما رو زیارت میکنم اینجا. اگر آقای علیرضا بعد از صحبت من شما سعیتون بکنید، شاید بتونید دوباره صحبت کنید. مثل که نمیشه. بله، میخواستم بگم که خیلی ازتون سپاسگزارم که اینجا تشریف آوردین و من امروز تونستم شما رو زیارت کنم. شما من کشوندین. خواهش میکنم، به ما افتخار دادین واقعا، به خاطر اینکه ما مدت ها بود که راجع به مسئله حقوق بشر همش میخوایم صحبت کنیم،
تو حرف و صحبت و اینا خیلی گفته میشه که واقعا ما میخوام بدونیم مثلا حقوق بشر چیه، یعنی اینکه همه فکر میکنیم میدونیم که حقوق بشر چیه، ولی خواستیم که شما به عنوان یه فعال حقوق بشر اون برداشتی که خودتون از حقوق بشر دارین به ما بفرمایین که ما استفاده کنیم. خیلی هم صحبتتون ممنونم ازتون، خیلی ممنون، قربان محبتتون، خیلی مفید و سازنده بود. من میخواستم بدونم که نظر شخصی خودتون رو اگر محبت کنیم بگین که به نظر شما این جامعه تکثرگرای ما با برداشتی که خودتون به عنوان یه فعال حقوق بشری که شاید شما میتونستین یه کاندیدای حقوق به اصطلاح جایزه حقوق بشر هم باشین زمانی و در آینده هم شاید ادامه پیدا کنه دیگه، ما آینده نداریم نه you never know، هیچ کس نمیدونه، یعنی به هر حال ما این مسئله نیست که چه جایزه ای رو بگیره، کسی که توی مسئله جایزه قرار میگیره به نظر بله شما بفهمید، بله شما بله. تو یک مسیر قرار گرفتین که خیلی افتخار واقعا ما بهتون افتخار میکنیم و من فکر میکنم که یک به عنوان یک کسی که یک به اصطلاح یک زن ایرانی که تو یک مسیر درستی حالا چه جایزه گرفته باشه اصلا جایزه که مهم نیست، مسیر درست قرار گرفتنی که واقعا آدم میتونه بهتون افتخار بکنه و فکر میکنم شما میتونید در به خودتون نگاه کنین و بگین که مثلا I did it right، من درست مسیر خودم درست رفتم. این به نظر من خیلی مهمه، شما و بسیاری از زنان فعال حقوق بشر که در ایران هم هنوز دارن فعالیت میکنن و با دیدن شما به اصطلاح و شما و امثال شما یک راهی رو در نظر گرفتن و امید پیدا کردن، امیدوار شدن، به نظر من بزرگترین کار همین بود که حد اقلش این بود که به اونها این امید رو دادیم و اینا همچنان با وجود این همه مشکلات و مسائل در ایران همچنان محکم زنای ما، زنان ما و جوانها بیشتر از همین که جلوی این ناعدالتی وایستدن همه بیشتر فکرم بهش واقفن. ولی میخوام بدم شما به عنوان یه فعال حقوق بشر و جامعه ما در جامعه ما فکر میکنید چه چیزی این جامعه تکثرگرا رو میتونه در یک زیر یک پوشش قرار، یعنی نه که همه این هم فکر کنن، ولی در یک چه چیزی میتونن مشترک باشن یک جامعه ایرانی مثلا قدیمی تکثرگرا چه چیزی اینا رو میتونه در یک مثلا چیز قرار بده، پوشش وجود مشترک قرار بده. مثلا من فکر میکنم شاید ما در کانون دوستان فرهنگیان فکر کردیم که شاید پایه‌گذارانشون کسایی که چیزش رو اساسنامش رو گذاشتن فکر کردن که شاید بتونن این جامعه تکثرگرا رو فرهنگ در یک در زیر پوشش فرهنگ در یک جا مثلا اینا رو قرار بده و این فرهنگی که میتونه این وجوه مشترکشون باشه. میخوام ببینم که از دید شما چه چیزهایی میتونه این مثلا وجه مشترک این جامعه تکثرگرا باشه. و سوال دوم این که به نظر شما به عنوان یه فعال حقوق بشر الان مثلا فکر کنین این اجحافی که داره مثلا زن افغان یا مثلا افغان ها در ایران میشه، بعد ما البته میدونیم که این الان در جامعه ما داری میشه، فقر و فاقه در جامعه خود ما هستش، من به خیلی میگم که میگم مثلا یه مقدار کمک کنیم به زنان افغان، مثلا افغان اینو میگن که ما خودمون زنان ما یا بسیاری از مثلا جامعه ما در فقره و اگه ما خواهیم کمک بکنیم به اونا میکنیم، ولی من میخوام بدونم به نظر شما به عنوان یک چجوری میشه به اینا که اینا یه دوچاری ستم مضاعف هستن در جامعه ما، یعنی فکر کن حتی هم زنن هم مثلا چه زن هم مثلا به عنوان یک زن افغان یا یک افرادی که مثلا افغان ها در ایران اونها دارن زیر فشار هم هستن به عنوان یک انسان، یک انسان اگه اونا رو بخوام نگاه کنیم به نظر شما چجوری میشه به اونا کمک کرد که در جامعه ایرانی که الان اینقدر در فشار خود مردم هستن. ببینید ما در همه اون چیزایی که شما مطرح کردین مشکل داریم، در مورد اینکه ما زیر چه پوششی میتونیم قرار بگیریم که تکثرگراییمون به هر حال شکل پیدا بکنه طبیعی است. ما باید اگر بخوایم مدنی بهش نگاه کنیم، حالا من رسوندمش به خانواده برای اینکه چاره ای نداشتم، برای اینکه ما نمیتونیم این حکومت رو نمیتونیم ازش توقعی داشته باشیم، توقع بیجاست از این حکومت، توقع اینکه تحمل بکنه تکثرگرایی رو بیجاست، خودش هم میگه
یعنی به زبان خیلی روشن میگن که طلبکارانه با مردم حرف میزن. در هر حال ببینین یه چیزی به نام نظم حقوق بشری داریم که این نظم حقوق بشری احتیاج داره به اینکه پاسداری بشه از هم طرف مردم هم از طرف یک حکومت. حالا اون حکومت چه نوع حکومتیه؟ حکومتیه که احزاب سیاسی مستقل رو بتونه تحمل کنه، حکومتیه که سازمانها و تشکل‌های مستقل مدنی و سیاسی و صنفی رو بتونه تحمل کنه، حکومتیه که قبول بکنه که همه یه کسانی که کار میکنن سندیکا داشته باشن، اتحادیه داشته باشن، حکومتیه که در مجموع جامعه مدنی رو و تقویتش رو بپذیره و خودش رو کمک بکنه. حالا ما اینو که نداریم، بعد برمیگردیم به مردم. واقعیتش اینه که مردم هم امکاناتی نداشتن در این سالها که به هر حال یه مقداری تسامح و تحمل داشته باشن نسبت به هم دیگر. به هر حال جامعه الان خشمگینه، جامعه عصبانیه و به علاوه مثلا جامعه ایران همین قضیه رو که این دوتا شهروند الان به خاطرش محکوم به اعدام شدن، این گرایش متفاوت جنسی، خود اون جامعه آسون نیست براش. خانواده، وقتی که من گفتم خانواده، برای اینکه خبر داریم که خانواده بعضی وقتا یا همه وقتها با این اعضایی که متفاوت هستن از نظر گرایش های جنسی چجوری برخورد میکنه و چقدر سرکوبگرتر هست از خود حکومت. خب اینا رو ما داریم، بنابراین ما مشکلاتمون دوگانه است، هم مشکل حکومتی داریم که هنوز نتونستیم یک حکومتی رو به وجود بیاریم در اون کشور که قبول بکنه پاسداری بکنه از نظم حقوق بشری، که جز حکومت دموکراتیک هیچ حکومتی نیست. خب اینه که نتونستیم به وجود بیاریم، هنوز حتی شالودش هم نتونستیم بذاریم. از یک طرف هم خود مردم هستن. ببینیم بعضی وقتا به من خبرنگارا مراجعه میکنن میگن شما از مثلا تجربیاتتون در امر وکالت بگین نسبت به این کسانی که گرایش های متفاوت جنسی داشتن، یا درباره مثلا فلان موضوع. باور بکنید که 20 سال پیش که من در ایران وکالت میکردم کسی حاضر نبود بیاد به یک دفتر وکالتی و بگه که من به دلیل اینکه گرایش جنسی متفاوتی دارم دچار مشکل و تبعیض شدم و حالا شما بیا به من کمک کن. اینها همه تازگی داره، اینا همه تازه دارن از اختفا در میان. خب این هم بسیار خوبه، هم بسیار نگران کننده است، به خاطر اینکه حکومت که اینا رو حمایت نمیکنه، خانواده خودشون هم که اینا رو حمایت نمیکنن، ولی اینا واقعیت هایی است که مخفی است در اون جامعه و داره خودش رو ظاهر میکنه. بنابراین ما همجور داریم میریم تو بحران های گوناگون، علاوه بر بحران سیاسی، بحران اجتماعی. ولی در مورد سوال دومتون درباره افغان‌هایی که در ایران هستن، ببینین از اول انقلاب این موضوع رو هم خود آقای خمینی پای گزارش بود، به این معنی که وقتی که انقلاب پیروز شد اومد و از افغان‌ها دعوت کرد، چون اون موقع اگر یادتون باشه ارتش، فکر میکنم تصور میکنم همزمان افغانستان زیر سلطه شوروی بود و آمد ایشون و گفتش که دعوت میکنیم از برادران مسلمان اون در افغانستان که بیایند ایران و اینجا ما به اونها پناه بدیم، حمایتشون کنیم. در جا 2 میلیون نفر اومد، همون شد آغازی بر به هر حال
مشکلاتی که بعداً اتفاق افتاد و افغان آمدن و بسیار هم اینها آدم های خوبی بودن، کشاورزی ما رو اینا نجات دادن، برای اینکه کشاورزی داشت همین قدرم که الان دارید میبینید این داشت از بین میرفت. کارگران افغان بسیار خوب کار میکردن و من رفته بودم دهات ایران، دهاتی که مزروعی بود و کشاورزی بود، و من از صاحب زمین ها میشنیدم که چقدر اینا خوبتر کار میکنن از کارگران ایرانی. خب یه تناقضم در جامعه ایران به وجود اومد، کسانی که بیکار بودن فشار رو بردن، فشار می آوردن که شما باید اینا رو بیرون کنین چون ما بیکاریم، باید کار ما بتونیم کار داشته باشیم. و حالا 20 سال از اون دورانی که من میگم گذشته، لابد الان خیلی وضعیت بدتر شده، وضعیت در خود افغانستان بدتر شده و وضعیت طبیعی است. چون در افغانستان بدتر شده، مطمئن باشین در ایران هم بدتره، چون اینا امکانی برای بازگشت به افغانستان ندارن و افغانستان هم برگردن جز گرسنگی و فقر و بیچارگی چیزی انتظارشون رو نمیکشه، اگرم دختر داشته باشن که اصلا دختراشون مدرسه دبیرستان ندارن. بنابراین ببینین اینا درست میفرمایید، اینا خیلی مضاعف دارن تحمل میکنن محرومیت ها رو و در ایران هم نامهربان باهاشون برخورد شده از قبل، حتی از طرف مردم هم نسبت بهشون نامهربانی شده. و حالا اگر در کامیونیتیشون یک جرمی اتفاق افتاده، اینو تعمیم میدادن و فکر میکردن که همه اتباع افغانستان یا پناهندگانی که اومدن اینها مرتکب جرم و جنایت میشن، در حالی که اینطور نبوده. در حدود کامیونیتی خب ممکنه که مرتکب جرم بشه. متاسفم که واقعا نمیدونم چه جوری میشه به اینها کمک کرد. کمک‌های پولی که الان مگه چقدر میتونن مردم با اعانه و دست صدقه، چطوری میشه این بخش بزرگ از یک کشوری رو که حالا یا افغان هستن یا ایرانی اینا رو جوری حمایت کرد که اینا بتونن مدرسه برن، بتونن لوازم تحریر بخرن، بتونن کامپیوتر بخرن؟ نمیشه. و این واقعا نگران کننده است. و مادام که ما گرفتار این حکومت عجیب هستیم، فعلا حتی برای اونام راه حلی نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی من به عقلم نمیرسه حقیقتا. خیلی ممنونم خانم مهرنگیز کار. بکنم آقای مجدبا. با درود و سپاس به خانم مهرنگیز کار با بحث بسیار وسیع چه به خصوص اجتماعی، این نقاط تاریکی رو در فرهنگ ما روشن کردن، حداقل برای من. از همین قسمت آخر بحث سوالی که شد راجع به صحبت میکنم. به نظر من خود کلمه افغان و افغانستانی، افغان یک کلمه خوبی نیست، برد بدی داره. بهتره که حداقل ماها کلمه افغانستانی به کار ببریم. این در خود ایران هم کانوتیشن خیلی بدی داره. فقط اینو به عنوان چیز یه تذکر خواستم بگم. ولی ببینید، ما به عنوان یه به اصطلاح روشنفکران کهنه‌کار قدیمی خیلی عجول هستیم و به خاطر سنمون هم بالاتر میره، اتفاقا رو میخوام سریعتر انجام بشه. خب همونجور که شما به خوبی در بحثتون مطرح کردیم، در اوایل بحثتون و درست هم بود، اطلاعات خیلی دیرتر به ایران میرسه. خب این دوران هممون میدونیم، هممون اینا رو خوب میدونیم ولی زود یادمون میره. رنسانس سالها طول کشیده. تو ایران بر اومدن این اطلاعات که همش حدود 100 سال بیشتر نیست، اونم در تمام بحثا معلوم بود که در آدم‌های معدودی این اطلاعات به اصطلاح اثر داشت. اگر این پیش‌فرض رو قبول بکنیم، یک کمی به خودمون بیان ببینیم 20 سال گذشته، این شهروند خبرنگارایی که این همه خبر از ایران بیرون میدن، آخه چجوریه؟ چرا فکر میکنیم که تو ایران خبری نیست؟
شما در حرکت های دی ماه، آبان ماه، این همه ما میشه، این همه فیلم ها گرفته میشه. یه ذره به خودمون بیان ببینیم که بابا خیلی کار داره میشه با این همه خفقان هست. یعنی عجول بودن ما اینه که بخوام یک دفعه سریع برسیم و اینا یه مقداری فکر میکنم عاقلانه نیست و بایستی طوری دیگه اندیشید. یعنی این طوری اندیشید که بابا اینا دارن کارشون در اون خفقان این همه اطلاعات میاد دید. یه دیگه به قول معروف روزی نیست که فیلمی از نمیدونم قطعی آب، معلمان، نمیدونم حقوق کارگران، خانمای مسئله حجاب، همین مسئله که همین مسئله اعدام همین دوتا شهروندی که داریم صحبت میکنیم دیگه، مگه همون موقع ها قبل از انقلاب اصلا این چیزا اصلا صحبتش هم نمیتونستیم بکنیم؟ یه ذره اگه به خودمون بیان متوجه میشیم که نه جامعه جلو رفته، به نظر من ما این که عقب هستیم. خیلی ممنون. خانم میر انگیز کار نیست، کامنت خیلی خوبی دادن، شما رو زدن. بله منم که گفتم که اینا ببینید 20 سال پیش که من در ایران بودم محال بود، من اصلا به یاد نمیارم کسی آمده باشه دفتر من و گفته باشه من یک کسی هستم که به اصطلاح امروزی گیم، هم جنس گرا هستم یا هر چیزی، و تو بیا در اینجا که به من اجحاف شده به من کمک کن. اصلا اینا باز نمی کردن که همچین. من در زندان یک زندانی مرد بود که وقتی که ما زنها می رفتیم هواخوری از یک سلول انفرادی بالای اون جایی که ما بودیم در بند 240 اون سرش بلند می اومد و داد می زد و می گفت خواهرا، اسم من نمیدونم یادم نیست حالا چیه، و من از خودتون بدونیم، بی خودی من اینجا بودم. من تازه اونجا فهمیدم که اینا رو به اتهام این جنس، یعنی این گرایش متفاوت جنسی میذارن تو سلول انفرادی. اینا تعدادشون بسیار معدود بود، هرگز هم نیومدن دنبال وکیل، برای اینکه میخواستن مخفی بکنن خودشون. بله من خواستم بگم که از این نظر من با شما اختلاف نظری ندارم و نمیگم که وضع بهتر شده، ولی میگم که داره یک چیزایی که بسته بوده و مردم جرئت نمیکردن حتی از خانواده خودشون، نه از حکومت، از خانواده خودشون اونو باز بکنن، اونا رو باز بکنن. الان دارن باز میکنن و دارن دربارهش حرف میزنن، ولی اینکه خب ما چه مسیری رو داریم طی میکنیم یه کمی قابل تأمله. متشکرم. آقای علیرضا برقعی هم دیگه، ایشون که صحبت کرده. من هستم صدای من داره؟ بله بفهمید آقای علیرضا. سلام عرض میکنم خدمت خانم کار و خیلی خوشحالم که ایشون دعوت کانون رو پذیرفتن و به ما در حضورشون هستیم. متشکرم ازتون. خانم کار، من چند تا موضوع دارم میخواستم باهاتون در مطرح بکنم. اولا اینکه سخنگوی اولمون صحبت از به اصطلاح دوران رضا شاه کرد و روسری برداشتن، این یک مسئله است، ولی رضا شاه تنها کارش این نبود. تمام سازمان‌های صنفی و سیاسی رو در سال 1310 ممنوع کرد و این کاری بود که رضا شاه کرد و پسرش هم به اصطلاح در دوران خودش هم این کاری کرد و وسیله ایجاد دو حزب، ایران نوین اون یکی دو قلوش، که هر دوشون به اصطلاح با هم نو قرض میدادن و شاه به اصطلاح دوتاشون رو مرخص کرد و گفت برید دنبال کارتون، همتون بیان حزب رستاخیز. و این چه حزب رستاخیزی بود که در اصفهان کارگرها مثلا ذوب‌آهن عضو میشدن، استاندار اصفهان هم همه مردم اصفهان عضو رستاخیز میکرد، بعد که وزیر کشور هم همه مردم ایران رو سه باره عضو حزب رستاخیز میکرد. یعنی مثلا مسخره بازی بی حد. حالا اینا رو بگذاریم. عرض کنم به حضور شما که صحبت من بیشتر اگر چه حکومت از اول انقلاب سعی در سرکوب همه مردم ایران کرد، هم از کارگران، زنان،
دانشجویان، معلمین، پرستاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌کرد. شما در این رابطه از مبارزات مردم هیچ صحبتی اصلا نکردید و این یک نظر من کمبودی بود در صحبت‌های شما، خیلی کم بود. و مسئله‌ای که می‌خواستم با شما مطرح بکنم و خیلی خوب به جا مطرح کردید، مسئله خانواده است. ولی من فکر میکنم این صحبت‌های شما در مورد خانواده‌هایی که تو ایران هستن زیاد صدق نمی‌کنه. اینو بیشتر باید در این خانواده‌های خارج از کشوری ببریم که اصلا بیشتر بچه‌هاشون زبان فارسی هم یاد بلد نیستن صحبت بکنن. چه برسد به اینکه مسائل اجتماعی رو باهاشون شما بشید مطرح بکنید. مگه به زبان انگلیسی. درس کنم به حضور شما، موضوع آخرم که می‌خواستم صحبت بکنم این در سال 98 بیش از 130 کشور و شهرستان و شهر و شهرستان در مبارزات شرکت کردند و شعارهای مثل مسئله آب داشتن، مسئله مثلا هیچ چیز بود، دموکراسی بود، مسئله آزادی خواهی بود، همه اینا مخلوطی هست از مبارزات مردم ایران. توجه داشته باشیم که به گفته اکثر مردم، اکثر سخنگویانی که میان هر جا صحبت میکنن میگن مسئله مردم ایران معیشتیه، صنفیه. و ما یه راهنمایی از شما میخواستیم که بگید این مسئله صنفی سیاسی رو چگونه میشه به یک پارچه‌ای تبدیلش کرد. یکی از سخنرانا مثل که مطرح کردن به یه شکلی، اینو به چه شکلی میشه طرح کرد که این یک سیل خروشانی بشه، این جمهوری اسلامی رو از بیخ و بن بکنه بندازه. متشکر میشم اگر این آخر منو به اصطلاح تکمیل بکنم. بله 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 بله. ببینید به این خب همه ما زیاد فکر میکنیم و در ایران که خیلی بیش از ما فکر میکنن، توی آتیشن خودشون و دارن کار میکنن. و اصلا من نگفتم که مردم، اتفاقا من برعکس گفتم مردم ایران هر نوع مبارزه ای رو تا حالا عمل کردن بهش، از اون مبارزه ابتدایی که منجر به اون همه قتل شد تا مبارزات مدنی تا تجمعهای اعتراضی، از جمله مبارزات مدنیه که اینها نمیگذارند و تبدیلش میکنند به یک جایی که سرکوب درش اتفاق میفته یا زنا رو به اون شکل عجیب و غریب میبرند، سوار ماشین میکنند، میزنند. همه اینا رو همه دارن میبینند. این چیزی نیست که حالا کمبود سخنان من باشه، ولی در این موردی که راه حل شما از من میخواین در این مورد، باید بگم که خب راه حل معلومه. اونایی هم که درون ایران هم میدونن راه حل چیه. راه حل اینه که این تظاهرات اعتراضی و این هسته های اعتراضی بتونه به هم بپیونده. مثلا اعتراض کارگران بتونه به اعتراض بازنشستگان، بتونه به اعتراض معلمان، بتونه به اعتراض پرستاران، اینا بتونن به همدیگه پیوند بخورن. حالا کار حکومت چیه؟ حکومت هم میدونه که این اتفاق اگر بیفته خب مشکل میشه همه رو کشت. بله میکشن، ولی لابد به هر حال یه حدی داره کشتنشون، ظرفیت سرکوبشون هم بالاست. خب اونا مثل شما اینا رو میدونن، اونا از من و شما بهتر اینا رو میدونن. چی کار میکنن؟ اینها شیوه های سرکوبشون به این صورته که جلوی این پیوستن به هم رو بگیرن. و چون جلوی این پیوستن به هم رو گرفتن، ما این اعتراضات رو نمیبینیم که به هم وصل بشه تا تبدیل بشه به یک نیروی خیلی گردن کلفتی که بتونه در برابر این حکومت خودش رو تعریف بکنه و این حکومت رو وادار بکنه به یک عقب نشینی هایی. این است که راه حل رو هممون بلدیم، اونایی که درون کشورن بهتر از ما بلدن، ولی از این طرف حکومت هم بلده که چجوری نذاره که اعتراضیون به این به اصطلاح به این درجه از پیوند با همدیگه برسن. ولی ممکنه که در گذر زمان اون چی که ما الان شاهدش هستیم تغییر بکنه و در یک
جایی که ما نمیدونیم حالا کیه و کجاست، این حلقه ها در هم بره علی رغم سرکوب بالایی که باهاش مواجه هستن. خیلی ممنون خانم مهرنگیز کار. آقای برقعی. بله خانم، بالاخره منم اومدم روشت روشنایی و از تاریکی در اومدم صورتمو. بله بله خیلی خوشحالم. بله خوشحالم از زیارت. خانم کار، من بدون تعارف میگم علتی که از صحبت شما همیشه خودم اومده و همیشه تحت میکردم این منصف بودنتون هستش. یک، بنابراین من قبل حرفان بزنم یک مسئله دارم. من معتقدم باید حساب انقلاب رو از رهبران انقلاب جدا کرد. دو داستان متفاوته. نمونهش فرانسه. رهبراش چه کردند و موجی که در اونجا برخواسته بود به چه دستاوردهایی رسید. من خیلی اوقات دیدم میگن که آقا 40 سال قبل، آقا اگر در 40 سال قبل حرکت 400 ساله شده که نمیتونی این کار بکن. زیر این دست حکومت سرکوبگر، هم ما راجع به زنان نمیگیم دیگه، حکومت سرکوبگره ولی رشدی زنان پیدا کردن که به حساب شما خودتون میدونید که در کشورهای همسایه ما جمهوری اسلامی عقب مانده ترین قوانین رو داره برای زنان. بگن در این حال زنان ایران به اتفاق میگن پیش رو هستش. من با بلوچستان یه دوره 17 ساله قطع رابطه داشتم. بعد از اون از آن 20 خورده ساله پیوسته در تماس هستم. و اجازه بدیم از یک وقت خاطره بگم، من وقتی خوندم خانم ریگی در نیشه شده فرماندار، من اصلا اگر به من میگفتن که این آدم ها رفتن به کور ماه برام آسان تر بود تا اونجا، چون اصلا زن ها ستری بودن. یعنی که شما غیر از زنان کارگر، من با خانم هم که اونجا بودم حتی با پوشش نمیدن، یعنی شما نباید این رو با پوشش نمیدیدید. و خب حالا چجوری شد؟ رفتم دنبالش کردم، برام بیشتر جالب شد. من گفت ما جلسه من رو بخشدار کردن، منتصب کردن به بخشداری. من گفت تو جلسه که میومدن با من حرف نمیزدن، با شوهرم حرف میزدن. بهش بگو، بهش بگو. اینقدر گفتن که من کلافه شدم، ولکم بخشداری رو رفتم توی یه اداره دیگه کار کردم. مردم بخش چیز اومدن بسیج شدن شهر قصرقند، بسیج شدن. پیر مردها اومدن شعر گفتن و ازشون دعوت کردن بیان فرماندار بشن. چنین معجزه عجیب و غریبی است. زنان روستایی الان 25% انجمن های روستایی رو زنان تشکیل میدن، در که زنان هیچ جا نبودن. این هیچ ارتباطی به حکومت نداره. اگه من دارم میگم حکومت معلوم که سرکوب گره، من عقب مانده است، ولی همیشه انسان از فشار وقتی صریح میشه وقت میفته دنبال یه چاره. الان دیگه بزک نداره نظام، چون بزک نداره میره دنبال اونجا. به هر حال من اونجا گفتم خاطرم رو کم نیست. خیلی خوب. اونجا اومد خاطر مدرسه گفتم، منو واقعا مثل که به برق 220 وات کرده بودن. برش گفتن که در اینجا خود و تن خواسته ما یه چیزه، دختران برن دبیرستان.
این رقم تمام محدودیت های فکری عملی حکومت است. نتیجه که مخوام برم اینه حساب انقلاب با رهبران انقلاب جدا رهبران انقلاب یک مرتجع که عبرشون گفته مرتجع چیزی رو نمیدونن از دنیا بی خبر هستن بودند و هستن ولی موجی که در این زید داره حرکت میکنه بسیار بسیار امیدوار کننده است. خیلی ممنون. امیدوارم که همینطور باشه آقای. خوشحال شدم شما رو دیدم اینجا. بله در شما صحبتی در مورد بحث ایشون که ندارید. نه ایشون نخیر. چون از تجربیات خودشون استفاده کرده. بله بله بله. بله. خانم مهرانگیز کاریم دو خانومی که اینجا پسترشون هست. من خاطره خیلی کوچیکی بگم از یکیشون خواستم بیاد کانون صحبت کنه نمیمد. اینو میگم که به اصطلاح خاتمه بحثمون باشه. زندگیشی که میخوندم و باهاش صحبت میکردم بهش گفتن که آزادی از زندان برو. گفت اینجا زندان کوچیکیه. زندان بزرگتر من خارج از اینجاست. درست. یعنی واقعا مشکل عظیمی داریم در مورد این انسان هایی که همینطوره دیگر جنسی دارن. خیلی خیلی سخته. حتی خیلی سخته که پذیرش. حتی ببینید در غرب هم سخت بوده. حالا من نمیخوام زیاده روی کنم حرف زیاد بزنم ولی در غرب من 50 سال پیش اومدم امریکا با شوهرم. شما نمیدونین چه وضعیتی داشتن. بله ولی اون چه که کمک میکنه به این که درسته که ما دیر هر چیزی رو بهش توجه نشون میدیم و روشنگری رو حالا یا روشنگری یا بتونیم بگیم از تاریکی به خودشون میان به هر حال تعریف میکنن میرسه ولی یادمون باشه که اگر آزادی بیان نباشه تحولات اجتماعی هم یا اصلا به اون صورت روبه پیشرفتش اتفاق نمیفته یا اینه که اصلا انقدر کنده که ما نمیتونیم امیدی داشته باشیم در لااقل یه دوران قابل قبولی بهش. آزادی بیان وقتی هست بحثای اجتماعی میشه. این 50 سالی که من دارم میگم از اون موقعی که من این وضعیت رو دیدم از اونها در امریکا تا بعد که حالا اومدم و اینجا موندگار شدم و تبعیدی شدم بعد دیدم چقدر در مطبوعات این بحث اینها گسترده است و بعد رسید به جایی که از بحث ازدواجشون با هم پیش اومد ولی اینها از دره های بسیار سخت و سنگین اجتماعی گذر کردن در این کشور. من یک سال شاهدش بودم در نیم قرن گذشته که اولین بار اومدم امریکا و حالا هم دوباره شاهدی شدم بر اینکه آزادی بیان چه میکنه. آزادی بیان اگر نباشه موضوع در رسانه ها و مطبوعات مردم موافق و مخالف نمیتونن نظراتشون رو انتشار بدن. در نتیجه یک بغضی میمونه توی گلو و این بغض هیچ وقت فرصت نداره که باز بشه و فشار روی این محرومانی زیادتر میشه که طبیعت اونها رو گرایش های جنسی دیگری بهشون داده. بنابراین این غلط نیست که همه ما یا بالاخره اونایی که حوصله دارن مسائل رو دنبال بکنن غیر از آزادی بیان برای بیان دردها این دردها خیلی عمیقه این دردها خیلی تاریخیه اینجوری نیست که یک شب حل بشه اصلا حکومت هم عوض بشه معلوم نیست حل بشه این دردها فقط آزادی بیان میطلبه درد راز مدت که آدم ها با همدیگه بحث بکنن بالاخره به نقطهی برسن که پزشکان در اون کشور بیان بگن ای بابا جون این بیماری نیست این یک نوع دیگری از
طبیعت و گرایش جنسی است که بعضی ها با اون طبیعت به دنیا میان. اینقدر برسه 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 تا اون وقت برسه به مقامات حکومتی، یعنی تا رسیده به مقامات حکومتی کلی راه طی کرده. ارزی ندارم. خانم، من قبل از اینکه جناب علیرضا صحبت کنه چیزی بهتون بگم. ما در مورد خیلی چیزا، در مورد زنان الان در ایران فعالیت وجود داره، معلمین، بازنشستگان، کارگران. چیزی که در ایران مطرح نیست که ازش دفاع کنید همینان. مشکل بزرگ فرهنگی جامعه ماست و صداش هم در نمیاد در ایران. نه خیلی هم فوری هم نمیشه براش راه حل پیدا کرد. گفتم باید آزادی بیان وجود داشته باشه و نگاه های مختلف و متفاوت بدونن بتونن درباره یه موضوع خاصی روشن و صریح حرف بزنن. خیلی ممنون خانم. دو نفر دیگه داریم، بعد از این دو نفر دیگه لیستی من نمیگیرم. آره خواهش میکنم، چون منم دیگه منم واقعا نه منم سعی میکنم، من خیلی زودتر از اینا میخواستم سب. نه خب من استفاده میکنم دیگه، از نظرات همه استفاده میکنم. خواهش میکنم، ببخشی خانم. خانم علیرضا جانم صدای منو دارید؟ بله بفرمایید. عرض کنم خانم کار، من دو تا موضوع رو میخواستم یادآوری بکنم، متاسفانه وقت نشد. یکی این بود که خیلی ها مطرح میکنم مسئله ما، مسئله ایران، مسئله فرهنگیه. من ابدا مخالف کار فرهنگی کردن اینا نیستم، بلکه فکر میکنم و نظرم بر اینه که مسئله ایران مسئله سیاسی، حکومت ایران هم یه حکومتی سیاسی با پوشش مذهبی، بنابراین حل مسئله ایران مسئله سیاسی. دیگری میان میگن بیان باید مردم رو رفت آن ادوکیشن کرد، تحصیلات بهشون داد. بابا جان آمار خود جمهوری اسلامی میگه 60% دختران دانشجو از دانشگاه دانشگاه هستن. درصد بیسوادی نسبتاً به زمان شاه کمتر شده، ولی بچه های کار خیابان روز به روز دارن بیشتر میشن. توجه میکنید؟ بنابراین این مسئله هم نیستش که مسئله فقط با چیز بره. حالا اون بحث آخری که من کردم و من اینطوری میبینم، نجات از حکومت اسلامی و رسیدن به آزادی، آزادی بیان و احزابم من بهش اضافه میکنم و عدالت اجتماعی، در گروه سرنگون کردن جمهوری اسلامی به دست توانای مردم ایران بدون دخالت هر گونه کشور خارجی و اون چند کشورهای آنچنانیش دیگه که حالا اگه بگم یه مهرم میچسبه به همون. باش. خیلی ممنون جناب علیرضا. خواهش می‌کنم، قربان شما. اجازه بده خانم مهرانگیز کار، آقای تبریزی هم سوالشون رو بکنن. خواهش می‌کنم، استدعا می‌کنم. چه دیگه خداحافظی شما رو داشته. خواهش می‌کنم، بفرمایید. آقای تبریزی بفرمایید. خودتون آن میوت کنید لطفاً. ایشون میوتن. بله. الان صدا میاد؟ بله. سلام عرض میکنم، متشکرم جناب ناظر از شما که محبت کردید و از خانم مهرانگیز کار چه استفاده بردیم و شما گفتین خسته ای نمیخواستم مزاحم بشم. نه خواهش میکنم، بفرمایید. اجازه دادم من بگم. اختیار دارین، خواهش میکنم، استفاده میکنم. بحثی که شما کردیم بسیار عالی و آخرش هم به نظریه چی پرداختیم واقعا راه حل در همینه. منتها در اول بحث خوش آقای فرشی که مطلبی رو ارائه کردن که چون در همون دوران من هم همون دوران رو گذرانگم به واقعیت هم میگفتن و گفتن که حکومت ها نزاشتن که این وضع پیش بیاد. منتها من چیزی که میگنم این فرهنگ سازی، اون فرهنگی که آقای علیرضا میگه، نه فرهنگ سازی مسئله خود شما اشاره میکنین که مادر
روحشان شاد که حالا نیستن، خودشان اقرار کردن که من چادرم رو بر نداشتم به خاطر اینکه به زور از سرم برداشتم. تحکیم کنیم. و من از فامیلان بودم که وقتی سن 14 ساله بودم خونه من مادرم مهمونی داده بود، تو حیات رفتم، تو مهمونشون تو حیات بود. اونیا اونا گفتن که این اون موقع میبخشید دستشوینا داخل نبود، به مادرم گفتن که داخل بیار، این پسره دیگه خانم ها هستن از اینجا بیرون نداد. بعد از انقلاب تهران من دفتر هواپیمایی بودم، یک دختر جوانی اومد سلام علیکم با اون و زوزا با من دست داد. من یک خود نشناختم، وقت دیدم این دختر همون خانمیه که اون موقع در همون سن و سال من که خانم خودش بعد از انقلاب کشف جاب کرد، همون مانتو و روسری اینا رو کرد. من نه اینو به اون فکر میکنم که این پیشرفتی تو کار بوده، نه اونو، اینا روی یه احساس به حساب این کار رو انجام دادم، ولی اونی که چرا این کار رو میکنم و فرهنگش رو نیافتم. الان در جامعه ما مشکل ما اینه و متاسفانه من یه خورده بحثم کلا برای شما هم آخر وقته دیگه اینو میخوام کوتاه کنم. مشکل ما اینه که خود اونهایی هم که واقعا حق بزرگی گذاشتن تو این مدت در همه مصاحباتشون، در برنامه هاشون، سمینارها، همه درده ها رو میگیم، یکی گذشته رو، یکی حال رو، به اون بد میگه، به این خوب میگه، اله بود مقایسه ها و اینا، ولی کاری که نشده در این که حساب از اونهایی که در این مورد فعال بودن نتونسته ما فرهنگ اساسی و در ملت، حالا جوانمان رو روشن شدم، من تو هر سال میرم ایران، ولی همه در فکر فرارن، همه در فکر که ما این خودش یه مصیبتیه، یه بقالیه. و تازه اونهایی هم که میکنن یه حرکتی بکنن از کجا این بینش رو داشته باشن، از کجا این ارائه بگن. ما مثل این چاگه مریضه به دشکر رفته، تمام اون مسئله مریضی شد، ولی مداوا رو نمیگه. و مداوا رو اگه بخوام همبستگی رو بگیم که این همه دست هم اینو چجوری اینو با هنوز هم که هنوز من میبینم که در یه خانواده هنوز نتونستن تا در یه جامعه، البته هیچی تاندرک پرسن نیست، من در اون از سریک میگم و به خاطر این میگم که شما راهکارهایی باید بشه که اساسا اون، ولی اون روشی هم که شما اشاره کرده یا دوستان، بله من هم این خوش بیدم اتفاقا پرشا با آقای منسکرابی هم صحبت کنم، شاید یک قرن طول بکشه یواش یواش این اوضاع جاشو پیدا کنه و این جا حتما خواهد بود و به این زودی انجام نمیشه به خاطری که اون پر منتها با الان اونی که احساسم اینه باید همون فرهنگ رو بکنیم در، نه این که به حساب از نظر احساسی، از نظر تعصبی، از نظر اینا. من الان میبینم که خیلی مثلا ایران میرفتم مذهبی های تون بودن، الان گرای تبریزی بله تموم میکنم، همون میخواستم این اشاره کنم. نه اونه که گفتید مذهبی های سخت بودن ولی حالا یه کمی فروکش کردن یا چی؟ میخواستین چی بگید؟ رفتنشون اشکال نداره، به هر حال مطالبی رو ایشون فرمودن، بله. نظراتشون رو گفتن و به هر حال حق داشتن که در این جلسه نظرات خودشون رو بگن، بله. و اون چه که مسلمه و میشه فهمید این است که ببینیم فقط هم شرایط خود ایران نیست، شرایط منطقه و شرایط جهانی فعلا به ما اجازه نمیده که در کوتاه مدت
خیلی امیدهای درخشانی داشته باشیم برای ایران، ولی باز هم نیروی انسانی بسیار با ارزش و نیروهای اجتماعی که درون ایران پرورش پیدا کردند و می کنند و با جهان آشنا هستند و روز به روز آشناتر می شند، این هم به ما حق می ده که در دراز مدت که البته نسل من دیگه تشریف ندارن، ایران خیلی بهتری در صحنه جهان وجود داشته باشیم از این که هست. خیلی ممنون خانم مهرانگیز کار، خیلی خیلی خوش آمدید، خسته نباشید، امیدواریم دوباره شما رو در اینجا ببینیم. منم از شما متشکرم. ایران خانه شماست. بله قربان شما.